أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. در جنگ جهانی چهارم که جنگ اسلام و غرب، نظام دو قطبی اسلام و غرب محسوب میشه، دوره مدرن که در واقع عملا کنار گذاشتن عالم وحی و قطع ارتباط بشر با عالم معنا و عالم غیب و هبوط مستمر بشر توأم با فرضیه مرگ خداست، تا جایی که دیگه رسما مرگ خدا رو اعلام کردن و بشر رو به جای خدا گذاشتن و پرستیدن. پاتک نظام وحیانی به این ادعای غرب وقوع انقلاب اسلامی بود و اسلام اعاده حیثیت کرد از ادیان ابراهیمی، مجدداً به عرصه آمد و نشون داد که علم و تکنولوژی به تنهایی رافع مشکلات بشر نیست و بشر مدرن که میپنداشت با مغز خودش و با ذهن خودش در مغز خودش میتونه همه مشکلات رو حل کنه، در آنچه که دکارت اونو سوبژکتیویسم مینامید. این پاتک در طول 43 سال گذشته همواره محل کشمکش و نزاع بوده. غرب باور نمیکرد که در عصر الهات یا به تعبیر اونا نئوپاگانیزم، کفرکیشی جدید که بعد از کفرکیشی دوره یونان بعد از 2500 سال یک دوره جدیدی بود که مجدداً ارتباط بشر با عالم بالا قطع شد و بشر خودبسنده بود. در خودبسندگی میپنداش که با ذهن خودش میتونه همه مشکلات رو حل کنه، ضرورتی به اینکه از عالم بالا کسی به نام خدا تعیین و تکلیف کنه چنین ضرورتی رو منتفی میدونست. اما برجهت پاتک اسلام، پاتک تشیع در قالب انقلاب اسلامی کل محاسبات مدرنیته رو به هم ریخت. شرایط پست مدرن به وجود اومد و بعد هم شرایط ترانس مدرن. امروز هم که بدترین وضعیت ممکن رو تفکر مدرن در اخلاق، فرهنگ، سیاست، اقتصاد داره و اگر ظاهری از نظام مدرن برای دیگران جذابیت داره، فقط ظاهر تکنولوژیکش. اگر تلویزیون و موبایل و هواپیما و ماشین و این ابزار رو از دست بشر مدرن بگیرید، بشر مدرن بدون اینها هیچی نداره. یعنی یک جامعه رو فرض کنید که در اون اتومبیل نباشه، هواپیما نباشه، قطار نباشه، زیردریایی نباشه، اینترنت نباشه، موبایل و تلویزیون نباشه، تلفن نباشه. وقتی اینا نبود انسان‌ها انسان نبودن؟ یعنی در دوره 100 سال پیش که اینا نبود، 200 سال پیش که اینا نبود، انسان‌های اون دوره رستگار نمی‌شدند؟ اینکه انبیا علیهم السلام و ائمه علیهم السلام 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، 5000 سال پیش زیست میکردند و این امکانات و تجهیزات تکنولوژیک نبود، معناش اینه که انسانها به درجات بالای انسانیت نمیرسیدند، به درجات بالای آدمیت نمیرسیدند. پس آنچه که جوهر نیست، عرضه. برای سیب رنگ زرد یا رنگ قرمز عرضه، سیب بودن یه چیز دیگه است، رنگش عرضه. انسان انسانه دیگه، حالا رنگ سرخ پوست یا سفید پوست یا سیاه پوست یا زرد پوست عرضه، انسان انسانه. مرد یا زن بودن اصالت نداره. اون جوهر انسان چیه؟ عرض انسان رنگشه. جوهر سیب چیه؟ عرض سیب رنگشه. مدرنیته با سازوکارهای تکنولوژیکش عرض جامعه است. جوهر جامعه که تغییر نکرده، جوهر جامعه که چیز دیگه ای نمیشه.
جامعه رو پس تصور کنیم که بدون تکنولوژی زیست میکنه. معناش این نیست که در اون جامعه انسان‌ها انسان‌تر نمی‌شوند، یا هرچه جامعه از نظر تکنولوژی پیچیده‌تر، معناش این نیست که انسان‌های جوامع تکنولوژیک‌تر انسان‌ترند. این یک قاعده کلیه که قبلا هم یک بار در بعلبک لبنان اتفاق افتاده، تمدن به اوج شکوفایی خودش رسیده، ویران شده. یک بار در دوره هخامنشیان در استخر در شیراز به وجود اومده، فرو ریخته. یک بار در آکروپولیس یونان به وجود اومده، به اوج خودش رسیده، فرو ریخته. یک بار در مصر به وجود اومده زمان فراعنه، به اوج تکنولوژی رسیده و فرو ریخته. از این رو فرموده در قرآن که قل سیرو فی الارض، بهشون بگو برید در زمین بگردید، ببینید که کیف کان عاقبت المجرمین، ببینید کیفیت اون چه بوده عاقبت مجرمین. حالا این مسئله که تمدن مدرن، اگر امروز موبایلش رو بگیری، اینترنتش رو بگیری، اپل و مایکروسافت و غیره دیگه حذف بشن، کمپانیای اتومبیل سازی و هواپیما سازی و غیره حذف بشن، برندهای شیک و زیبای لباس حذف بشن، عطر و عطرکلوناشون حذف بشن، این چیزایی که تو این مغازه ها میبینید، تو این پاساژ ها میبینید، کالاهای شیک و لوکسی که چشم پر کنن هنگامی که داخل این هایپر استار ها و مغازه های شیک و زیبای داخل این مجتمع های فروشگاهی شما این تجهیزات رو میبینید، اینا رو از یک جامعه تمدنی حذف کنید، چی میمونه؟ انسانی که وسط بیابون باشه، انسانی که وسط جنگل باشه، وسط کوه باشه، حالا اون بخواد از نو جامعه بسازه، مناسبات اجتماعی و اخلاقیش چیه؟ با این روانشناسی؟ با این جامعه شناسی؟ با این علم اقتصاد؟ با این علم سیاست؟ هر کدوم از اینا رو انگشت بگذارید روش، الان به بن‌بست رسید. پس آنچه الان داره کار میکنه تکنولوژیشونه. اما اگر این تکنولوژی رو به قول هوسرل اپوخه کنید، یعنی اینو فعلا بذارید کنار، منهای این فرایند تکنولوژیک از معنویت و اخلاق و انسانیت و شعور و عاقبت به خیری انسان مدرن هیچ کدومشو نداره. حالا این اتفاقی هم که دیروز افتاد، در سازمان ملل رای دادن ایران رو از کنوانسیون مقام زن کنار گذاشتن، این دیگه از جوک‌های خیلی عجیب و غریب امروزیه. حالا به اعتقاد من که خیلی اتفاق خوبیه، یعنی ایران رو از همه این کنوانسیون ها و از همه این نهادها و سازمان های کذایی در سازمان ملل بذارن کنار، یا ایران خودش بیاد کنار، سنگین تره. و الا یونسکو با اون اهدافش، IMF صندوق بین المللی پول با اون اهدافش، بانک جهانی با اون اهدافش، این نهاد مربوطه آژانس انرژی اتمی IAEA با این اهدافش، اون یونیسف، یونیدو، یونسکو، همه این نهادها، اینا نهادهای استعماری هستن که شاه بیت همشون اینه که خدا مرده. از دید اینا ارتباط عالم معنا با عالم ماده قطع شده. از دید اینا در ماتریالیسم اصالت دیگه با ماده است. این پدیده شیئیتش مهمه، نه نسبتش با عالم معنا. عالم معنایی نیست. دیگه انتهای تفکر اینا که میشد استفان هاوکینگ پس از رصد همه مناسبات هستی و عالم صراحتاً اعلام کرد که پشت عالم هیچ غیبی، خدایی، هیچی نیست. نتیجه اینه که ما با چنین بشری روبرو هستیم که منقطع از عالم غیبه. و یک انسان مؤمن مسلمان در اون صفحه اول قرآن در سوره بقره با اولین انگاره ایمان که آشنا میشه، مفهوم یؤمنون بالغیب دیگه، یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دروازه ورود به همه سازوکار است. حالا اگر یه تفکری معتقد بود غیبی وجود نداره، غیب توهمه، از همینجا دیگه انحطاط شروع میشه. پس عصر شروع شد در 400 سال پیش که این آمد در 200 سال قبل در عصر روشنگری
بعد از رنسانس ایتالیا در عصر روشنگری در فرانسه و دوره اصحاب دایره المعارف در فرانسه و همچنین در آلمان فضای شکل گرفت که موسوم به دوره مدرن هست. این دوره هرچی اومد جلوتر خدا رو بیشتر از صحنه کنار گذاشت، روح رو بیشتر ندیده گرفت، ملک و فرشته رو بیشتر غایب تلقی کرد و عصر و دوره غیبت رو و مناسبات غیبت رو منتفی اعلام کرد. خب چه اتفاقی براش افتاد؟ هرچی جلوتر اومد بیشتر به ماده اصالت داد. در مقابل چنین انحرافی که بشر باهاش روبرو بود و مرگ خدا رو نیچه رسما اعلام کرد، حالا در یک چنین شرایطی یه مردمی انقلاب کردند، اسلام رو به صحنه آوردند. تقابل بین شوروی و آمریکا، تقابل بین مارکسیسم و کپیتالیسم بود. یکیشون میگفتش که ماده اصالت داره در ماتریالیسم مبتنی بر نظر فوئرباخ در چپ در شوروی، یکیشون میگفت مبنای نظام سرمایه داری پوله، پول اصالت داره. کپیتالیسم و مارکسیسم که هر دوشون بر سر الحاد با هم رقابت میکردند، یکی پس از دیگری مؤلفه های اخلاق رو ویران کردند و آن شد که بشر امروز باهاش روبروست. اما یه دفعه در همین اثنا انقلاب اسلامی رخ داد، کسی باور نمی کرد. تا جایی که میشل فوکو سریع بلند شد آمد از فرانسه ایران، برگشت رفت و گفت این یک انقلاب مثلا پست مدرن بود، این یک پدیده عجیب و غریب بود، قابل فهم نبود برای اینا، هنوزم براشون قابل فهم نیست. موشه کوری که زیر زمین تونل میکنه و اصلا چشم نداره، اگر بیاد از زیر زمین بیرون نمیتونه بیرون و فضای باز بیرون رو ببینه، او چه فهمی از خورشید و نور داره؟ هنگامی که امام تأکید کرد که انقلاب ما انفجار نور بود، اینا نمیفهمیدن انفجار نور یعنی چی. خب حالا جنگی شروع شد که اون موقع جنگ بین شوروی و آمریکا بود، بین مارکسیسم و کپیتالیسم بود، بین شرق و غرب و آبی و قرمز بود. بعد از فروپاشی شوروی همه توان غرب یه پارچه شد، شد جنگ علیه اسلام. اسمش رو الکساندر دومارانش رئیس سرویس امنیت خارجی فرانسه گذاشت جنگ جهانی چهارم. و بعد هم رؤسای متعدد جاسوس سازمان جاسوسی آمریکا CIA از جیمز ولسی تا بقیه مدام در سخنرانی‌هاشون تأکید کردن که جنگ جهانی چهارم، که این جنگ جهانی چهارم یه موقعی با اشغال افغانستان، یه موقعی دیگه با اشغال عراق و مواقع دیگه با محاصره ایران، جنگ سوریه، فشار بر لبنان و وجوه دیگه خودشو نشون داد. و خب طبعا این تقابل اسلام و غرب وارد دوره جدیدی شد. ما دهه پنجم عمر جمهوری اسلامی رو میگذرونیم که این پنج دهه در دوره انبیا و ائمه بی سابقه بوده، چون در درون دریا و اقیانوسی هستیم که از بیرون بهش نگاه نمی کنیم و متوجه اهمیت این که ما درون آب یه دونه تنگیم یا درون آب یک رودخانه ایم یا درون آب یک اقیانوسیم، این برای ما که داخل آبیم هیچ فرقی نمی کنه. گاهی باید بیایم بیرون از بالا نگاه کنیم که در چه موقعیتی هستیم که بتونیم تحولاتی که اخیراً علیه کشور رخ داد و همین مصوبه دیروز رو هم از همین زاویه ارزیابی کنیم. لازمش اینه که یک نگاه کلان نگر به صحنه داشته باشیم. قبلا گفتم که ما با نه شرقی نه غربی شروع کردیم، با پارادایم نفیه، نه شرقی نه شوروی نه مارکسیسم نه قرمز نه غربی نه کپیتالیسم نه آبی. این نه شرقی نه غربی پارادایم نفی بود. اگر ما نه شرقی نه غربی هستیم پس چی هستیم؟ جمهوری اسلامی. 10 سال طول کشید، 57 تا 67. در این دوره بود که ما دفاع مقدس رو گذروندیم. دهه دوم پارادایم حیرت بود که دین سنت ولی یه پدیده شکل گرفته به نام مدرنیته. ما سنتی هستیم یا مدرن؟ نه سنتی هستیم نه مدرن،
هم سنتی هستیم هم مدرن. سنتی هستیم، مدرنیست نیستیم. مدرنیست هستیم، سنت رو میذاریم کنار. تکلیف روشن نبود. این تنوع مشربها و تلقیها از 1367 که جنگ تمام شد و 1368 که امام رحلت کرد تا 1377 و 78 که فتنه رخ داد به نام فتنه کوی دانشگاه که این دومل چرکی سر باز کرد این تنشها، دهه سنت یا مدرنیز بود که حالا تریدیشن رو ترجمه میکردن به سنت که غلطه، ولی تقابل سنت و مدرنیز و نکاتی که هنوزم مطرحه، هنوزم این دست مباحث هست دیگه، هنوزم شما کتابای زیادی براش میبینید که ادعا میشه ما سنتی هستیم یا مدرنیست، سنتی هستیم مدرنیست نیستیم، مدرنیستیم سنتی نیستیم. بعضی مذهبی های سنتی اینا سنت رو میچسبن، بعضی غربگراها مدرنیته رو میچسبن، برخی میخوان بین سنت و مدرنیزم جمع کنن، بعضی ها میخوان یه حرف سومی بزنن که نه مدرنیته باشه نه سنت. ولی این عصر عصر حیرت بود، دهه بود که تکلیف هیچ کس با خودش روشن نبود. مناظره های تلویزیونی و دانشگاهی حول این دوتا مسئله نسبت سنت و مدرنیزم یا سنت و تجدد بود. دهه 1380 یعنی از سال 1178 تا 1188 که یه فتنه دیگه شکل گرفت و دوباره اونم یه انرژی 10 ساله جمع شد، متراکم شد، انرژیش آزاد شد، اون دوره موسوم شد به دهه تفکیک. در پارادایم تفکیک معلوم شد که اصالت از آن خداست یا اصالت از آن بشره، اومانیزم یا تئوئیزم. آیا سوزن پرگار میذارید رو خدا دایره ترسیم میکنید، همه چیز به مرکز سوزن پرگار سجده میکنه، مثل اینکه شما روی خانه کعبه یه سوزن پرگار رو بذارید همینجوری حلقه حلقه دایره بزنید پیرامون اون، صفوف نمازگزاران که به اونجا سجده میکنن این رو القا کنه به شما. یا برعکس، شما بر مفهوم بشر سوزن پرگار رو میذارید، دایره دایره حلقه میزنید، همه چیز در هستی و عالم به بشر سجده میکنه، اون میشد اومانیزم و این تلقی دین مدار میشد تئوئیزم، اصالت خدا. شاید برای اندیشمندان محیط روشنفکری سکیولار قابل هضم نبود، اینا تصورشون بود که دهه سوم عمر جمهوری اسلامی چون سنت نمیتونه بیاد تو عرصه اجتماعی تکنولوژی رقم بزنه، سنت هضم و حل میشه در مدرنیته، مدرنیزم میاد و در واقع جامعه ایرانو میگیره، انقلاب اسلامی محو میشه. این خوشبینی مفرطی که از فروپاشی شوروی به بعضی از جریانات روشنفکری رسیده بود، تصورشون بود که شوروی با اون طول و عرضش پاشید، چطور ممکنه جمهوری اسلامی حل نشه در اندیشه غربی؟ تکیهشون هم به جمله معروف فرانسیس فوکویاما بود که بعد از فروپاشی شوروی مقاله نوشت و تبدیلش کرد به یک کتاب به نام پایان انسان و پایان تاریخ. در پایان تاریخ سخنش این شد که انسان نهایی در پایان تاریخ انسانی است که حل میشه در لیبرالیسم. لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی آخرین حرفی است که بشر تونسته بزنه و دیگه تا ابد این حرف برای همیشه باقی میماند. اما این سخن فرانسیس فوکویاما که 15 سال پیش پس گرفت این حرفش رو، که میگفتن آقا ببینید توی 100 سال ایدئولوژی فاشیسم، ایدئولوژی نازیسم و سپس ایدئولوژی مارکسیسم رو سرمایه‌داری و لیبرالیسم نابود کرد، فاشیسم موسولینی، نازیسم هیتلر و مارکسیسم شوروی رو. این ایدئولوژی ایدئولوژی نهایی تاریخه. از تهران به من خبر رسیده که در خیابان‌های تهران جوانان موسیقی جاز، راک و پاپ می‌شنوند. اسلام و جمهوری اسلامی نیز تمام شده است. این خوشبینی مفرط که بعداً شکست خورد و پس گرفت حرفش رو فوکویاما، ناظر به این بود که سنت تمام شده، مدرنیسم شروع شده دیگه. در داخل ایران میگفتن که با توجه به جمله فوکویاما چیزی از اسلام و جمهوری اسلامی نمیمونه، ما باید بریم حل و حزم بشیم در نظام سلطه. این تلقی ها استمرار داشت تا اینکه در دهه سوم که در ایران
یه مبحثی خیلی برجسته شد در نظام گفتمانی به نام حقوق بشر، Human Rights. اینقدر این برجسته شد و پرتنین که در ایران تشکل‌های گوناگون حقوق بشری را افتاد، در دانشگاه تهران شهید بهشتی و جاهای دیگه در دپارتمان حقوقشون، در دانشگاه‌هاشون رشته حقوق بشر در مقطع کارشناسی ارشد را افتاد. گروه‌های پناهنده شده اصلاح طلب از ایران به اروپا و آمریکا به عنوان فعالان حقوق بشر رفتن، جوایز نوبل و غیره را گرفتن و در داخل ایران بعضیا شدن فعال حقوق بشری. میگشتن زربین مینداختن ببینن تو فلان روستا کودکی مثلا از بالا پشت بوم افتاده پایین، یا در فلان شهر فلان خانم با شوهرش دعواشون شده صورتش خراش برداشته، یا در فلان جا دو نفر دعواشون شده این تو صورت اون اسید پاشیده. بعد میگفتن خب ببینید ما دیگه دنبال حقوق بشریم. حالا اونایی که خودشون این حقوق بشر رو رقم زدن میلیون میلیون انسان کشتن تا برسن به جایی که امروز بشه آمریکا و اروپا. فقط گزارش سازمان ملل در 1991 در اجلاس آکرا در پایتخت غنا حاکی از این بود که 700 تریلیون دلار اینها از ثروت ملت آفریقا در 400 سال غارت کردند. از این 700 تریلیون دلار فقط سهم غارت انگلیس 185 تریلیون دلار بود. 185 هزار میلیارد دلار. یعنی منابع انسانی مرد و زن جوانشون رو به بردگی آوردن، نذاشتن اینا بمونن کشور خودشون رو احیا کنن. اینا رو به عنوان برده آوردن توی اروپا، بعدم بردن قاره سرخپوستا رو باش ساختن آمریکا رو. رو زمین هر چی منابع بود غارت کردن، زیر زمین هر چی طلا و الماس و چه بود غارت کردن. حالا اینکه چقدر از قاره سرخپوستا غارت کردن، چقدر از قاره آسیا توی کشورهای عربی و ایران و هند و جای دیگه غارت کردن بماند، اینها ملت شیره ملت ها رو کشیدن و مکیدن تا تونستن یه شرایطی درست کنن به نام اروپای پیشرفته امروز. چقدر بی برکت بوده. 400 سال 185 تریلیون دلار غارت کنی ببری در یک جزیره کوچک به نام انگلیس، امروز دارن هیزم میسوزونن، امروز غذای سگ میخورند، غذای یعنی توی رستوران توی فروشگاهی که غذای کنسرو شده یه سگ و گربه فروش میره، گزارش هایی که الان این چند روز منتشر شده توسط رسانه خودشون، در انگلیس مردم غذای سگ و گربه میخورن. مردم چنان به خفت و خاری و بدبختی افتادن که الان چند روزه کف خیابون درگیر مسائل معیشتی شونن. غارت ملت های دیگه هیچی براشون نداشت. اما همینا رفتن از انگلیس، رفتن سرزمین سرخپوستا، اونجا رو گرفتن اسمش گذاشتن آمریکا. الان آمریکا که سرریز جمعیت این انگلیسی هاست که ریخته شده اونجا، چه ادعاهای عجیب و غریبی دارن. همین آمریکایی‌ها که ادامه و دنباله انگلیسی‌ها هستن، اینا در قرن گذشته ده‌ها میلیون نفر رو در جهان به کشتن دادن. توی همین افغانستان ما در طول 20-25 سال کشتار عظیمی کردن، در همین عراق یه جمعیت نزدیک چند صد هزار نفری رو کشتن، در همین سوریه. شما یک جایی رو نمیبینید از دست اینا سالم مونده باشه، از دست انگلیسی ها، فرانسوی ها، آمریکایی ها و غیره. حالا اینا بلند میشن جریان حقوق بشری رو میذارن، مدعی بشر میشن، جایی که اساسا برای بشر معنا قائل نیستن، برای بشر روح قائل نیستن، برای بشر شأنی قائل نیستن. ولی این جو جوری بود که تو ایران همه شدن متخصص حقوق بشر، بعضی از متدینین و معممین هم افتادن تو بازی اینا. بله ما همه چیز داریم به نام حقوق بشر اسلامی، تا جایی که حتی در قوه قضاییه آمدن یه بساط و دفتر دستکی را انداختن به نام دفتر حقوق بشر اسلامی، یعنی کاملا انفعالی. دورانی بود که ما اعتراض گوناگونی کردیم. بعدن در سلسله جلساتی در دانشگاه تهران من مسئله اعلامیه جهانی حق خدا رو در مقابل اعلامیه جهانی حق بشر مطرح کردم و از همون دوره در دهه 1170 و 1180 مکرر در مباحث رسانه‌ای در تلویزیون رو این تاکید کردم که وقتی اصالت با بشره و اومانیزم، اونجا هیومن رایتس و حقوق بشر معنی داره، ولی وقتی شما اومدید اصالت رو دادید به خدا که اونی که
اصل و اساس خداست و ما با خدا تعریف میشیم. اول باید حق او تعریف بشه. حق خدا چیست؟ ما در نسبت با خدا یک تکلیفی داریم. اون تکلیفه چیست؟ بعد به تبع اون تکلیف ما حقی داریم. اون حق تو مرحله سوم تبیین میشه که بعداً در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مسئله اعلامی جهانی حق خدا مبسوط که مطرح شد و بعدم که اینجا جلساتی رو بهش اختصاص دادیم. و این دهه سوم دهه تفکیک بود، تفکیک بین خدا یا بشر، حق خدا یا حق بشر. مسئله این است کدوم اصالت داره. دهه اول دهه نفیه، نه شرقی نه غربی. دهه دوم دهه حیرت، سنت یا مدرنیت. دهه سوم دهه تفکیک، اصالت خدا یا اصالت بشر. سال 88 این انرژی جمع شد، انرژی اومانیست ها احساس کردن که داره اوضاع خطرناک میشه. همونطور که سال 78 انرژی مدرنیست ها جمع شد، پاتک زدن به سنت و شد فتنه کوی دانشگاه. فردای روزی که در کوی دانشگاه شلوغ کردن، رفتن سراغ ولایت فقیه و اصل اسلام و جمهوری اسلامی باید برود. در فتنه 88 هم به بهانه یک انتخابات ادعای تقلبی که کردن، آمدن تو خیابون فوری مرگ بر دیکتاتور و نمیدونم نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران و جمهوری اسلامی باید برود و ولایت فقیه باید حذف بشود. چرا؟ چون انرژی متراکمی که براش کار شده بود اینجا در قضیه اومانیسم و حقوق بشر و سیویل سوسایتی و جامعه مدنی، حالا این بعد می اومد همه اسلام رو نفی می کرد، همه اصالت خدا و حق خدا و جامعه مهدوی و نکات این چنین رو حذف می کرد. فوری هم بعد می رفت سراغ رأس سیستم علیه ولایت فقیه، علیه قرآن، که خب شد فتنه 88. این دهه وقتی سال 88 این جریان شروع شد، این دهه عنوانش شد دهه تبیین مقصد، که مقصد شما به سمت نور یا ظلمات. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. الله ولایت داره بر کسانی که مؤمنند، میگیره از نور، از ظلمت و ظلمات خارجشون میکنه، میبرشون به سمت نور. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. و برعکس والذین کفروا، اینایی که کفر می‌ورزن یه دونه ولی ندارن، خیلی ولی دارن، ولیاشون زیاده، جمع می‌بنده. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، طاغوت‌های زیادی هستن که ولی‌های اینان. این طاغوت‌های متکثر اینا رو می‌گیرن، از نور خارجشون می‌کنن، می‌برنشون به سمت ظلمت. یه اتوبان دو طرف است، از ظلمات به نور، از نور به ظلمت و ظلمات. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. جهان نور و ظلمت وقتی تبیین و تدقیق شد و تفکیک این دوتا در آیت الکرسی در سوره بقره روشن شد برای جامعه ایرانی، جامعه ایرانی از سال 88 تا سال 98 دهه تبیین مقصد رو مشخص کرد. یه گروهی به سرعت نور به سمت نور رفتند تحت عنوان شهدای مدافع حرم، به یه مسیر دیگه رفتن، اصلا رفتن توی سوریه، توی عراق شهید شدن در مبارزه با داعش. یه گروه دیگه همون موقع همون روزها دغدغه‌شون مذاکرات ژنو، مذاکرات هتل کوبورگو، مذاکرات نیویورک و مذاکرات وین و نشست و برخاست با شیاطینی مثل مثلا سران آمریکا و گروه پنج به علاوه یک. و یه گروه دغدغه‌شون این بود، غایتی هم که بعدن کف خیابون بعد از تصویب برجام آمدن ارائه کردن این بود که I love USA زدن، رقصیدن و معیار رو هم گرفتن، این که دلار از فردا میشه 1000 تومن و بعدش هم ظریف برو فلانی رو بردار بیار. اینا به سرعت برق و باد داشتن میرفتن سمت ظلمات. یه گروه دیگه از جامعه ایرانی داشت با سرعت نور میرفت سمت نور. هر قدر این دو گروه بیشتر به آرمانهای خودشون نزدیک میشدند، شکاف اجتماعی ایران و دو قطبی اجتماعی ایران بیشتر میشد. یعنی محسن حججی شدن
ارزشی به نام محسن حججی و اینکه سرت برای اسلام بریده بشه، ارزشی به نام اینکه قاسم سلیمانی بشوی، انگاره هایی به نام شهادت و مسئله‌ای به نام فروش خود به خدا و آرمانی به نام اینکه به پسرش می نویسه، محسن حججی به پسرش وصیت میکنه که کاری کن خدا عاشقت بشه، اگه عاشقت شد خوب میخرد. این آرمان تا آرمان اونایی که بیشترین برخورداری رو دارن در ایران، بهترین امکانات رو دارن، بهترین زندگی رو دارن، بهترین رفت و آمد با غرب رو دارن، روابط آزاد جنسی دارن، هزار و یک مسئله دارن، آرمان نهاییشون بود که وزیر خارجهشون بلند شه بره مثلا فلان زن هنرپیشه پرن برای اینو برداره بیاره تو ایران. این دو دست شکاف اجتماعی که فقط تو ایران وجود داره، جای دیگه شما این شکاف با این حجم و طول و عرض و عمق رو نمیبینید. نتیجه طبیعیش این شد که 78 به بهانه بنزین ریختن تو خیابون و یک سرصدایی شد، چون دقیقا دیگه روشن بود، دیگه برای هر کسی که یک ناظر بیطرفی بود معلوم بود که کدوم گروه دارن میرن به سمت نور. چرا؟ چون ولایت برشون ولایت الله است، ولایت الله رو پذیرفتن. و کدوم گروه دارن میرن به سمت ظلمات؟ ولایتشون ولایت طاغوته. این کاملا در ایران شفاف و روشن و قطعی شده بود. این دهه در سال 88، سال 98 تمام شد، دهه پنجم به وجود اومد که ما الان سال سومش رو میگذرونیم، که در این سال سومش اینا پاتک رو عملیاتی کردن، چون واقعا به دو دلیل نمیتونستن صبر کنن تا 1408. دلیل نخست اینه که آنچه غرب براش برنامه ریزی کرده و داره جلو میره به بنبست رسیده. غرب دیگه هیچی نداره، نه مارکسیزمش برای کسی جذابیت داره، نه لیبرالیزمش، دوتا ایدئولوژیش. تکنولوژیش هم که کپی شده از دستش رفته بیرون دیگه. اگه یه روزی تکنولوژی غرب برتر بود، خب این تکنولوژی الان افتاده دست ژاپنیا، کره‌ای، چینیا، تایوانیا، ملت‌های دیگه. امروز در عرصه ساختار نظامی ادعا می‌کنند که زنجیره تسلیحاتی ناتو رو روس‌ها با یک سلاح متفاوتی که از ایران گرفتن به هم زدن. خب کی باور می‌کرد روزگاری شوروی که الان بهش میگیم روسیه این همه سلاح‌های جور و جور هوایی و زمینی و دریایی و غیر و ذلک داشت و داره، زنجیره تسلیحاتی 3-4 هزار نوع سلاح، و آمریکا و اروپا زنجیره تسلیحاتی 3-4 هزار نوع سلاحی که دارن، این زنجیره تسلیحاتی وقتی کل ناتو، انگلیسی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، همین کشور ها میان کمک اوکراین، آمریکا هم همه تکنولوژی نظامیش رو میده، خود روسیه هم همه تکنولوژیشو میاره، هر روز تو رسانه ها میگن که ایران باید تحریم مضاعف بشه چون ایران یک سلاحایی داده به روسیه که این شیرازه تسلیحاتی ناتو رو به هم زده، نظمشو به هم زده و این رو دچار خدشه کرده. این فرض که از نظر ساخت تکنولوژیک انسان ایرانی یه دعوا دارن باهاش که تو داری انرژی اتمی رو میرسونی به بمب اتم، یه دعوا دارن باهاش که تو چرا داری ماهواره میذاری توی فضا، یه دعوا دارن باهاش که تو چرا موشکات نقطه زنه، یه دعوا دارن باهاش که تو چرا شناورات و کشتیات و ناوات اینجوریه، یه دعوا دارن باهاش که تو چرا پرندهات پهپادات میاد نظم دنیا رو به هم میزنه. حالا اگه خودشون میلیارد میلیارد دلار سلاح بفروشن به جای دیگه اشکالی نیست، اما اگه مثلا راست یا دروغ یه سلاح ایرانی مثلا چند صد هزار دلار، چند میلیون دلار و چند میلیارد دلار که نیست، به جای فروخته بشه، تمام هیمنه غرب به لرزه میاد. آقا من غرب زمانی ابرقدرتم و تکنولوژیم بالاتره که شما هیچی نداشته باشین. اینا توی کوچه خلوت لات غمه کشن، اگه یه کسی روبروشون در بیاد که کم میارن. و الان نقطه ضعف آمریکا در چی؟ همین که تعداد دفعاتی که در طول 3 ماه گذشته مقامات آمریکایی گفتن ایران باید تحریماش اضافه بشه چون ایران در جنگ اوکراین پهپاد داده به طرف روسی. خب شما رو چه ضعف شما در چیه؟
شما اگر ابرقدرتید و همه تکنولوژی دست شماست، اونجوری که تو دانشگاه های ما فکر میکنن، جوان های ما فکر میکنن شما اند قدرتید، خب تو چه نباید نگران باشی؟ حالا یه سلاحی هم مثلا ایرانی ها ساخته باشن با سطح تکنولوژی درپیت ایرانی فرستاده باشن توی اوکراین مثلا، حالا ایران که قبول نداره دیگه، حالا شما میگید ایران فرستاده، چرا شما از یه پرنده عادی بید بدون سرنشین ایران انقدر میترسید؟ پس معلوم میشه شما ضعیفی دیگه، شما میگید دیگران هیچی نداشته باشن تکنولوژی ما برجسته به نظر برسه. غرب از نظر وجوه تکنولوژیک پس به چالش کشیده شده، همه تکنولوژیش رو دیگران کپی کردن دیگه، الان تو خیلی از حوزه‌های تکنولوژیک مزیت برتری نداره. نکته دوم اینه که غرب از نظر نظام نرم افزاری دچار مشکل شده. خودشون پیش بینی کرده بودن، واتسون و دیگران، در اینکه در سال 2035 ایران جزو 3 تا دارندگان اصلی کلید قدرت در جهانه، کلید قدرت نرم افزاری جهان برای اداره جهان. خب دیگه مارکسیسم به زمین خورده، لیبرالیسم به زمین خورده، سرمایه‌داری به بنبست رسیده. این وضع علوم انسانی نابسامان غربه که تو اروپا و آمریکا دارید میبینید. یا میان به شما میگن چون یه پهپاد ساده‌ای ساختید میتونه برای شیراز تسلیحاتی ناتو رو به هم بزنه، شما باید تحریم بشید. یا میگن شما در قانون قوانین کنوانسیون بین‌المللی چون زنا رو به ابژه جنسی تبدیل نمی‌کنید، شما بعد از کنوانسیون جهانی زنان برید، کمیسیون از کنوانسیون جهانی زنان برید بیرون. اگه تو قوی بودی که نباید میترسیدی ایران جزو کنوانسیون زن بمونه. تو دردت اینه که چرا زنای ایرانی نمیرن بشن پرنستار؟ تو دردت اینه که چرا تو ایران وبسایت پرن وجود نداره؟ چون تنها شاخصه‌ای که شما برای برتری نسبت به ایران تو خودتون دارید، میگید ما انقدر آزادیم که هر عمل حیوانی میتونیم انجام بدیم، و الا شما نه در تحصیلات زناتون با پای زنای ما میرسن، نه در شخصیت، نه در شأن مادری، نه در شأن همسری، نه در هیچ، شما در هیچ شاخصی، نه آمریکا، نه انگلیس، نه فرانسه، هیچ کشور غربی در هیچ شاخصی در توسعه انسانی در بخش زنان از ما جلوتر نیست. شاخص اول، ما تنها کشوری هستیم در 22 سال گذشته که بیش از 60% دانشجوامون دختر بود. شما یه دونه کشور غربی به من نشون بدید که در 22 سال تعداد دانشجویی که دانشجوی دخترش از دانشجوی پسرش بیشتر بوده باشه. یعنی شرایط مساوی و مضاعف برای زنانشون ایجاد کرده باشن که تحصیلات داشته باشن. همین یک قلم دیگه، همین یک قلم که شما یا در سندهرست یا در وست پوینت یا در هر دانشگاه علوم استراتژیک و علوم نظامی دیگه شون، شما به من یک کلاس نشون بدید که نصف کلاس خانوما باشن، نصف کلاس خانوما باشن. اگر دانش استراتژی و علوم استراتژیک علم حکمرانیه، ما بیشتر به خانوما میدون دادیم که قواعد حکمرانی رو در جریان قرار بگیرن، سندش کلاس ماست دیگه. اگر غربیا اینقدر به زنان احترام گذاشتن، شأن براشون قائل بودن، یه نمونه به ما نشون بدن. بله، اونا تنها چیزی که از ما جلوترن اینه که روابط حیوانیشون رو میبرن، هر چیزی که حیوانا دارن توی کف بیابون اینا میبرن تبدیلش میکنن به فیلم پرن، بعد به ما میگن شما چرا این آزادی رو نمیدید. خب ما این آزادی رو اجازه نمیدیم، خدا به ما اجازه نداد. ما شأن و عزت و کرامت و شرافت انسان رو بالاتر از این مناسبات حیوانی میدونیم. شما معتقدید که انسان حیوانه، از ارسطو تا الان همتون معتقدید انسان حیوانه. شما فقط میگید انسان حیوانیه که از رو 4 تا دست و پاش بلند شده، رو 2 تا پاش داره راه میره، حالا هم که میخواد توی هوش مصنوعی ببرتش توی فضای دیگه ای. ما معتقدیم که انسان فراتر از حیوانه، فراتر از جنه، فراتر از ملکه. انسان از روح خدا در کالبدش دمیده شده و نفخت و فیه من روحی، گفته من از روح خودم در کالبد شما دمیدم. انسان نشئات خدایی و الهی داره، انسان فراتر از ملکه. شما انسان رو یه حیوان میدونید و هرگاه بهشون میگه چرا همجنس بازی، میگن 120 گونه حیوان بررسی شده، دیدیم حیوان همجنس بازی میکنن، پس انسان هم باید همجنس بازی کنه چون حیوان همجنس بازی میکنن. شما امام زلالتتون حیوان هم که به عنوان یه دانشمند زیست شناسی منطقت برای اینکه همجنس بازی باید آزاد بشه اینه که چون حیوان هم همجنس بازی میکنن. پس غرب چه در تکنولوژی و چه در نرم افزار علوم انسانی شکست خورده؟
مجبور زود بیاد واکنش نشون بده. مسئله بعدی مسئله قوت ایرانه. ما نه تنها در قوت سخت افزاری بلکه در قوت نرم افزاری توانایی خودمون رو نشون دادیم. چجوری؟ ببینید شما ملزم نیستید شیطان رو بگیرید خفه کنید. شما قرار نیست مسلسل دست بگیرید شیطان رو بکشید. شما قرار نیست برید مثلا توی رنگ مشزنی با شیطان مثلا 15 راند هوک چپ بزنید آپرکات راست بکشید. قرار در مقابل وسوسه های شیطان و خطوات و شیاطین شما خودتون رو حفظ کنید. شما کافی خودتون رو حفظ کنید شیطان شکست میخوره و نابود میشه. ما در نظام نرم افزاری کوشیدیم که بگیم اسلام چی داره و با اندک گزاره های از اسلام که تونستیم بفهمیم و درک کنیم 43 سال دوام آوردیم. یک جنگ عادی نظامی در جنوب شرق اروپا شروع شده در 10 ماه پیش، چه بلایی سر غرب اومده؟ با جنگ اوکراین پدر انرژی و نفت و گاز و هیزم و پهن و غذا و همه چیزشون. بابا این شیرازی تمدن که پاشید، اگه مثل ما 43 سال تحریم بودید چه کار میکردید؟ پس ما که 43 سال تحریم رو گذروندیم همونقدر مشکلات کف خیابون داریم که انگلیسی که تحریم نبوده، آمریکایی که تحریم نبوده، فرانسه که تحریم نبوده همون مشکلات رو داره. پس ما حفظ شدیم دیگه، ما در مقابل این ابلیس حفظ شدیم. قرار نبوده ما بزنیم آمریکا و اروپا رو نابود کنیم، کافیه جمهوری اسلامی حفظ بشه آمریکا و اروپا خود به خود پودر میشن میریزن زمین. قرار نیست ما با ابلیس کشتی بگیریم بزنیم زمین نابودش کنیم. ما اگر خودمون رو حفظ کنیم ابلیس نابود میشه. منطق ما در دین اینه دیگه. پس غرب به شدت ضعیف شده و ما به شدت قوی شدیم، هم در سخت افزار هم در نرم افزار. نتیجه اینه که اینا باید زودتر در این جنگ جهانی چهارم می اومدن این کارو شروع میکردن. این دهه که 3 سالش گذشته از 1197-98 تا الان که سال 1401، ما 3 سال از دهه پنجم جمهوری اسلامی رو پشت سر گذاشتیم. چیه ماجرا؟ اگر دهه اول دهه نفی بود، دهه دوم دهه حیرت بود، دهه سوم دهه تفکیک بود، دهه چهارم دهه تعیین مقصد نور یا ظلمات بود، دهه پنجم دهه اینه که بریم حالا داخل درون خود انسان ها، در قلب انسان ها. الله حکومت میکنه یا الهی به نام هوا؟ ارأیت من اتخذ الهه هوا افأنت تکون علیه وکیلا. رضا از دید قرآن در درون قلب انسان یا الله یا الهی به نام هوا، هوا و هوس. دو تا خدا بیشتر متصور نیست در عالم جعل. یا جعل میکنیم خدا رو اله خودمون، یا جعل میکنیم هوا و هوس خودمون اله خودمون. از این دو تا خارج نیست. هر کدوم که شد ما بر اون سبیلیم. عصر امروز در این 8 میلیارد جمعیت کره زمین گروهی پیرو تفکر غربی ها هستن، معتقدن هوا و هوس هر چی بود. روانشناسی غربی میگه اگر به هوا و هوس توجه نکنی، اگر غرایز درونی رو سرکوب کنی، اگر خواسته ها و خواهش های درونی انسان رو سرکوب کنی، انسان ها عقده ای بار میان. در سریال لوسیفر هنگامی که لوسیفر میرفت خیره میشد تو چشم هر کدوم از اون مجرمین، سوال میکرد ازش که مثلا desire، تو خواستت چیه؟ تمنات چیه؟ تو چه چیزی رو میخوای؟ تو اون نفسانیات و درونیات چیه؟ چی رو میخوای؟ حالا انسان ها خیلی چیزا ممکنه بخوان، ما ها ممکنه خیلی چیزا بخوایم. اگر اینو سرکوب کنی فرد عقده‌ای میشه. کی گفته؟ این آهن خام میخواد که تو انبار بگیره تخت بخوابه، کسی کارش نداشته باشه.
میشه فولاد؟ خب نمیشه. اون آهن رو باید با انبار ورش داری بذاریش تو کوره، سرخ که شد بیاریش بیرون بکنیش تو آب سرد، بعد بذاریش روی سندان پت که حوادث رو بکوبی تو سر کلش تا بشه تبر، بشه شمشیر، بشه نعل اسب، بشه یک شیء فولادینی که میتونه حالا تحمل شدائد و سختی ها رو کنه. این آیت، این حدید، این آهن، این آیت اینه که اگر انسان ناز پرورده باشه راه به جایی نمیبره. ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. بین آهن خامی که تو انباره ورش داری بکوبیش یه جا فوری کج میشه، با آهنی که میکنیدش تو کوره سرخ میشه، میذاریدش تو آب سرد میشه، میذاریدش روی سندان پتکو میکوبید تو سر و کلش، تبدیل میشه به چکش، تبدیل میشه به تبر، تبدیل میشه به شمشیر، تبدیل میشه به شیء سخت. سختی کشیده که اینجوری شده. یکی از گزاره‌های سختی انسان، منع انسان از بسیاری از خواسته های غلطشه. لذا انسان هرز بار میاد. علف هرز توی مزرعه حاکی از چیه؟ حاکی از رشد هرز انسان ها در جامعه است. ما چه کنیم؟ ما بیایم در روانشناسی بگیم هیچ منع و محدودیتی برای انسان در نظر نگیرید؟ خب این که نتیجهش اینی شده که شما الان تو غرب سرتون اومده. از این جهت یا الهی به نام الله یا الهی به نام هوس در درون ما سکونت می‌گزیند. عرش الرحمن یعنی تخت حکومت خدا در قلب ما نهاده شده در ابتدای خلقت که خدا یه روزی بیاد روش جلوس کنه. ثم استوى على العرش، خدا در 6 روز، یعنی 6 روز هر روز اون مناسبات خلقت که میشه چند میلیارد سال، در 6 روز عالم رو خلق کرد، در عالم منظومه شمسی رو قرار داد، در منظومه شمسی زمین رو قرار داد، در زمین چند میلیون سال طول کشید تا حیات رقم خورد. موجودات مختلف وقتی حیات پیدا کردن، انسان رو خلق کرد، آدم رو خلق کرد، در آدمیان انبیاء الهی ائمه اطهار علیهم السلام کسانی بودند که همه خلقت اومد رسید به این نگین انگشتری خلقت، یعنی وجود نازنین پیامبر، وجود نازنین امام علی، حضرت زهرا. در قلب اینا تختی است که میفرماد ثم استوى على العرش، خدا بعد از 6 روز که عالم رو خلق کرد رفت روی اون عرش تکیه داد. حالا یهودی ها اینو یه پیرمردی میکشن تو انیمیشناشون که زمین رو خلق کرده و آدم ها هم موجودات هم خلق کرده و حیوانات، و این پیرمرده خسته شده، حالا یه کمی بالاتر از کره ما یه تختیه، این رفته روی اون لم داده داره قلیون میکشه. منظور که این نیست. هستی و عالم همه کهکشان ها رو خلق کرد، همه منظومه ها رو خلق کرد، منظومه شمسی هم خلق کرد، کره زمین هم داخل منظومه شمسی خلق کرد، حیات رو کره زمین رقم زد، آدم و حوا و همه رو شکل داد. حالا بعضی از این انسان ها مثل ائمه، مثل انبیا، اینها چون به هدف خلقت یعنی عبودیت الهی رسیدن، خدا رو در قلب خودشون جا دادن. اون عرشی که خدا ساخته بود که تو قرآن میفرماد ثم استوى على العرش، اون ثم استوى على العرش، حضرت میفرماد که این عرش الرحمن قلب مؤمنه. خدا یه تخت حکومتی برای خودش در نظر گرفته تو قلب مؤمن. خدا تو همه ذرات عالم حضور داره، یه جا حضور نداره به اجبار، اونم قلب مؤمنه. مونده تا مؤمن درا رو باز کنه، دعوتش کنه، راه بده اونو تو قلب خودش بنشونه. کل راز هستی و عالم این، عالم رو خلق کرد، داخلش آدم رو گذاشت که این آدم از درون علائم این عالم راه رو به خدا پیدا کنه، در قلبش رو باز کنه، خدا رو دعوت کنه تو قلب خودش، تموم شد. برای همه ساده است که هوا و هوسی که رقیب خداست، الهی است به نام هوا و هوس، اجازه بده که اون هوا و هوس به قلیان بیاد، بر اعضا و جوارح ما حکومت کنه. از درون قلب ما هوا و هوس ما بگه چشم ما کجا رو ببینه، گوش ما چیو بشنوه، دست ما چیکار کنه، پای ما چیکار کنه، زبان ما چه چیز رو بیان کنه. اما هنگامی که همه اینا رو ریختیم بیرون به اختیار، درو باز کردیم، خدا رو دعوت کردیم، ما بردیم. دهه پنجم
باب طی کردن اون چهار دهه، دهه تبیین اینه که الهی به نام الله یا الهی به نام هوس. اگر ما الهی به نام الله رو اصالت بدیم، ما به عقل میرسیم، و اگر الهی به نام هوس رو بهش میدون بدیم، هوای نفس رو بهش میدون بدیم، ما به جهل میرسیم. تقابل این دهه تقابل عقل و جهل. لذا به شدت کشمکش جدی است. جاهلیت مدرن که بهش میگیم پورنوکراسی، جاهلیت مدرن یک بخش جامعه ما رو گرفته میکشه این طرف، عقلانیت پیچیده و عمیق جامعه رو میگیره میکشه یه طرف. با اول انقلاب خیلی فرق داره. اول انقلاب که ما مصباح یزدی نداشتیم، اول انقلاب که ما جوادی آملی نداشتیم، اول انقلاب که بهجت نداشتیم، اول انقلاب که قاسم سلیمانی و محسن حججی نداشتیم. تو دو سه سال اول انقلاب مهمترین پوستری که تو مدارس و دانشگاه ها میزدن عکسای چگوارا بود. آن کس که الهام بخش بود برای جوان ما یک مارکسیستی به نام چگوارا بود. قاسم سلیمانی نبود که الهام بخش باشه. آنچه کف دانشگاه و حوزه علمی خوانده میشد ارسطو بود. تا مصباح یزدی بیاد حد وسط ارسطویی رو بزنه 40 سال دیگه وقت لازم بود. تا جوادی آملی بیاد انسان حیوان ناطق است رو رد کنه و حی متعله رو جایگزین کنه 40 سال وقت نیاز بود. امروز 40 سال گذشته. امروز ما در مرحله هستیم که توی مبانی نظری یکسره همه آنچه را که بشر در این 7-8 هزار سال تولید کرده رو گذاشتیم کنار. حرف خالص ناب اسلامی قرآنی داریم در همه شؤون 143 گانه زیر سیستم ها. و دیدید بارها گفتم دیگه، ما اعتقاد به آینده نداریم، ما عاقبت نداریم، ما فلسفه رو قبول نداریم، ما حکمت نداریم، ما چیزی به نام هلس و صحت نداریم، تو قرآن میشه سلامت، ما مفهومی به نام منفعت و ضرر رو خیلی برنمیتابیم، نظرمون به اصطلاح فلاح و خسارته. مسئله ما اقتصاد نیست، بیعه. ما مفهومی به نام به قول معروف ساختار قصه رو وقتی میگیم، قصه باید تبدیل به اون تثبیت فؤاد بشه. برای هر یک از شؤون مناسبات اجتماعی در زیر سیستم ها ما دقیقا امروز میدونیم که چه چیزی رو نمیخوایم، لا الهه، و چه چیزی رو میخوایم، الا الله. چنین نرم افزاری کسی نداره دیگه، فقط اسلام داره، فقط جمهوری اسلامی داره. لذا اون روز اینا رو نداشتیم، عصر نفی بود، بعد شد عصر حیرت، بعد شد عصر تفکیک، بعد شد عصر مقصد، امروز شده دعوای عقل و جهل، دعوای اصالت الله یا اصالت هوا. ما خیلی پخته شدیم، بسیار بسیار جا افتادیم. این شکافی که به وجود اومده، این شکاف شکاف عظیمیه، پر کردنی نیست. این اتفاقاتی که در این 90 روز افتاد و در پاییز 1401 دشمن در جنگ جهانی چهارم همه توانش رو آورد توی صحنه با سلبریتی ها در سراسر دنیا که به بهانه دفاع از زن ایرانی اساس اسلام رو بزنه. یک سری دختر مسئله دار فاسد رو گذاشتن مبنا مبتنی بر سازوکار امیال و هوس‌های اینا در عرصه سینما و ورزش و جاهای دیگه، اینا رو الگو برای زن ایرانی قرار دادن، آمدن ادعاهایی کردن و شکست خوردن. امروز کارشون کشیده به تروریسم و فحاشی‌های گسترده. جاهلیت مدرن در مقابل عقلانیت عمیق امروزی انسان ایرانی، عقل و جهل، جاهلیت مدرن و عقلانیت الهی نسبت به گذشته بسیار بسیار عمیق شده. شما میراثدار این 40 سالیت. در دوره ما این حرفا نبود. در دوره ما خامندیشانه خیلی ها تصور میکردن رؤسای دانشگاه ها رو ورداری، رؤسای مدارس رو ورداری، ماها بریم تو این مدارس و دانشگاه ها، علم همه جای دنیا 2+2=4، علم خوب است. امروز معلوم شده خیلی از این علوم به درد نمیخوره، خیلی از این تکنولوژی ها همون تنابی است که تو دوره برای فرعون مینداختن میشد مار. خیلی از اینها عامل ضلالته. به این پختگی و بلوغ رسیدن جمهوری اسلامی زمان برد.
وقت از ما گرفت. اما امروز اینجا هستیم، همه توانشون رو به کار گرفتن که جمهوری اسلامی رو به قول خودشون زمین بزنن. پس این دهه که 3 سالش گذشت، دهه تبیین اینه که در درون تک تک این 85 میلیون ایرانی الله جلوس کرده در اون عرش الرحمن یا هوا. اگر هواست که پیامبر دیدی اینه که هوای نفسشون رو بردن نشوندن رو اون تختی که مال من خداست، اینا رو دیدی؟ ارایت من اتخذ الهه هوا، پیامبر اف انت تکونو علیه وکیلا، من بر اینا ولی نیستم چون من روی اون تخته ننشستم تو قلبشون، من برشون ولایت ندارم، لذا تو هم برشون وکالت نداری. اف انت تکونو علیه وکیلا، چرا نرو بهشون بگو؟ چون نمیشنون حرفتو. یسمعون، اونا تعقل نمیکنن، اونا جاهلن. این یسمعون او یعقلون اتفاق نمیافته پیامبر. در نتیجه اینا کل انعام بلهم ازل و سبیلا، اینا در زلالت و گمراهی هن، ولشون کن، اینا چارپو هن، حیوون هن. خودشون میگن حیوان، قرآن توهین نکرده، اینا خودشون میگن که حیوانند. اینا از ارسطو تا فروید همشون میگن که انسان این چنینی حیوانه، ما که هر توهینی نمیکنیم، خودشون دارن میگن. اما در مقابلش ما یک توده عظیمی از انسانها رو داریم که این انسانها خدا در قلبشون جاری و ساریه. تقابل این دوتاست، تقابل این دوتا با هم دیگه جنگ جهانی چهارم رو وارد یک دوره جدیدی کرده که با همه توان پاتک زدن. همه دانشمندان ملحد تو این 90 روز اومدن موضع گرفتن، همه سیاستمداران ریز و درشت ملحد اومدن موضع گرفتن، همه سلبریتی های فاسد و غیر و ذالک اومدن موضع گرفتن. یک جبهه متحد جهانی از جنود ابلیس، از همه کسایی که هوای نفس در درون سینه‌شون بود اومدن مبنا رو گذاشتن برای این سازوکار و خب دیدید که شکست خوردن. ما باید این رو جمع‌بندی کنیم. برآورد جهانی اینه که ما در موج سوم پورنوکراسی قرار داریم. برآورد خودشونه، این برآورد ما نیست، یعنی ما داریم جدال احسن میکنیم در این جنگ جهانی چهارم، اصلا ادعای ما نیست، اونا دارن میگن. اولین بار که من واژه پورنوکراسی رو در ایران مطرح کردم از یه فرهنگ لغاتی دیدم سال 70، پاییز سال 70 در یه برنامه در دانشگاه امام حسین این واژه رو وارد جامعه شناسی سیاسی در ایران کردم. جمع فرماندهانی بودن که در یک همایشی شرکت کرده بودن، ساختار ابعاد چگونگی پاسداری از اسلام و انقلاب. اون موقع هنوز این بحثای دموکراسی و نمیدونم این سازوکارها تو ایران خیلی برجسته نشده بود. از مقوله به نام نفسانیات سالاری به عنوان خطر انقلاب اسلامی یاد کردم که جریانات انقلابی باید مراقب این باشن. از پاییز 1370 تا امروز که انتهای پاییز 1401، 31 ساله که یکی از دغدغه‌های تحقیقاتی و پژوهشی من همیشه این مفهوم پورنوکراسی بوده. در دهه 80 برنامه‌های تلویزیونی متعددی براش رفتم. در نظام دانشگاهی کشور تقریبا پرتنین و پروپیمون به مباحث و ابعاد و مؤلفه هاش پرداختم. امروز دیگه مفهوم پورنوکراسی در جامعه شناسی سیاسی در ایران یک ترم و واژه شناخته شده است. هرچند عوام الناسی که دغدغه و مسئله شون وبسایت های پورنه، تصور میکنن که وقتی میگیم پورنوکراسی یعنی وبسایت های پورن، و زودم موضع میگیرن که نه، ما مثلا تو این وادی ها نیستیم. خب شما با جاهل از در مجادله و مباحثه وارد نشید دیگه، اون چون نمیفهمه. پورنیا در یونان به معنی بت پرستیه، پرستش بت، منتها بتی که مبتنی بر هوس.
آقا یه بار یه سنگ و چوبی رو میسازن میذارن اینجا، کسانی میپرستن. یه بار یه بوتیه، این بوته در درون خود انسان، انسان متوجه میشه یک موجودی در درونش از درونش داره بهش دستور میده، ما به او گوش میکنیم، حرف اونو میشنویم، هرچی او امر میکنه اونو انجام میدیم، اون بوته بر ما حاکمه، ولایت داره. پرنیا در ادبیات یونانی به معنی بت پرستیه. این میاد در کتاب مقدس مسیحی ها، دوباره که این واژه در کتاب مقدس مسیح مطرح شده، مسیحی ها، چون میدونید که اولین بار کتاب مقدس به زبان یونانی نوشته شد دیگه، یعنی برخلاف این که فرض کنید قرآن ما به زبان عربی نوشته شد در عصر رسول جلیل القدر اسلام، انجیل، اولین انجیل بعد از عیسی، چند دهه بعد از عیسی به زبان یونانی نوشته شد. این واژه دو بار در کتاب مقدس اومده، واژه یونانی پرنیا، به معنی بت پرستی و فحشا پرستی، نزدیک به همین تعبیری که در قرآن ما در اون آیه در سوره فرقان داریم که ارأیت من اتخذ الهه هوا. در یونان مفهوم دموکراسی و حاکمیت مردم برجسته بود، روبروی اریستوکراسی، حاکمیت اشراف، روبروی اولیگارشی و غیره. اما هنگامی که کلیسا قدرت پیدا کرد، مسیحیت قدرت پیدا کرد، نهاد کلیسا برجسته شد در روم و اروپا به زیر سیطره کلیسا رفت، این نظر مردم و مردم سالاری و دموکراسی اومد ماهیت کلیسایی پیدا کرد، اسمش شد تئو دموکراسی، یعنی مردم سالاری که خدا میگه، تئو دموکراسی. این تئو دموکراسی رقیب پیدا کرد، یه گروهی گفتن کی گفته اون خدا باید به ما بگه ما چه کار کنیم؟ بدنم مال خودم، میخوام بی‌حجاب باشم، معدم مال خودم، میخوام مشروب الکلی بنوشم، هر این دلم میخواد ها، این لسفر از مفهوم لوسیفر، دلم میخواد یه کارایی بکنم. حالا کسایی که اینجوری میگفتن میخوام یه کارایی بکنیم، میخوام یه کارایی بکنیم، ربطی به خدا نداره، اینا تعدادشون وقتی زیاد میشد یه مفهومی شکل گرفت به نام پورنو دموکراسی. تئو دموکراسی مردم سالاری خدایی، پورنو دموکراسی مردم سالاری پورنیایی، یعنی مردم سالاری که اون بت درون داره به ما میگه. این سه تا موج داشته در طول 1100 سال گذشته. پس تا مادامی که اصالت خدا و اصطلاحاً تئوکراسی نباشه، مردم سالاری همون مردم سالاریه. ولی وقتی که اصالت خدا مطرح شد، روبروش مفهومی شکل میگیره به نام اصالت هوا و هوس، اصالت هوا و هوس و اصالت خدا میشن دو تا قطب حکومت، تئو دموکراسی، پورنو دموکراسی. من اتخذ الهه هوا، من اتخذ الهه الله، اخذ میکنه اله خودش رو، الله اخذ میکنه اله خودش رو هوس. توده ها وقتی تعدادشون تو این دو تا قطب زیاد شد، دو نوع حکومت به وجود میاد. 884، 900 سال بعد از شکل‌گیری مسیحیت، فساد در کلیسا و جامعه مسیحی به اوج خودش رسید. 50 سال، بیش از 50 سال، سه تا زن، یک مادر تئودورا و دو تا دخترش، سه تا زن فاحشه، انان کلیسا رو دست گرفتن به عنوان معشوقه های پاپ ها. فرزندان متعدد از این پاپ های گوناگون آوردن، سر فرزندانشون دعوا بود که این بچه کدومه که از این پاپ ها و کاردینال هاست. اون بچه های زنازاده بعدن شدن پاپ، و در یک دوره نزدیک 60 سال کلیسا رو نابود کردن. این دوره به عصر تاریکی معروفه، یعنی معروف شده این دوره به عصر تاریکی. در قرن دهم، یعنی قرن نهم که تموم شد این
اتفاقا شروع شد کشید به قرن دهم. گرگیاس سوم که دورش اوج این قضیه در سال 900 و مثلا 4 و اینها بود، با همین تئودورا معشوقش که تئودورا کمک کرد تا این با یه ترفندایی قدرت رو به دست گرفت، این دوره فساد رو به اوج خودش رسوندن. عصر تاریکی از 882 شروع شد، بهش میگن دوره پورنوکراسی نخست. دهه 872 تا 882 دهه بود که مسلمونا وارد ایتالیا شدن از جنوب. همجوری که پیشروی میکردن جلو میرفتن مسلمونا، الان تقریبا 200 سال 250 سال از عمر اسلام میگذره، یعنی سال 872 تقریبا 200 خورده سال از عمر اسلام میگذره. مسلمونا اومده بودن سیسیل رو گرفته بودن، در ناپل ایتالیا در جنوب ایتالیا حاکمان ناپل با مسلمونا بسته بودن چون ضعیف بودن دیگه. مسلمونا اومدن نرسیده به فلورانس متوقف شدن، پاپ شکستش رو اعلام کرد و خراج میداد به مسلمونا انقریب شهر روم سقوط کنه و ایتالیا بیفته دست مسلمونا. یک دهه بسیار سخت در محاصره اقتصادی و نظامی مسلمونا بودن، سال 872 تا 882. 882 سرگیوس سوم که دیگه کارو به اوج خودش رسوند، این دوره رو به اوج خودش رسوند. در اون دوره 872 تا 882 تو اون 10 سال که مسلمونا نزدیک روم بودن، پاپ ژان هشتم مجبور به پرداخت خراج به مسلمونا شد. سیسیل و ناپل در جنوب ایتالیا با مسلمین پیمان بستن. کار پاپ خیلی سخت شده بود توی روم. زنان بدنام سلسله تئوفیلاکت، تئوفیلاکت های سلسله بودن که این دوره رو دست گرفتن. در نیمه قرن نخست یعنی در قرن 900 انان واتیکان و روم رو به دست گرفتن. تئودورا زنی بود که بسیار هوسباز بود، معشوقه پاپ سرگیوس سوم بود. در به مقام پاپ رسیدن او بسیار مؤثر بود، اما او معشوقه دیگران به ویژه پاپ ژان دهم هم شد. خب تو این دوره مسلمان‌ها یه ذره دور شدن از اینجا، اما او با دسیسه های دختر تئودورا یعنی پاپ ژان دهم، با دسیسه های دختر تئودورا یعنی ماروزیا از قدرت خلع شد و کشته شد. برادر پاپ هم توسط همین دختره کشته شد. ماروزیا در 928 تا 931 دو دست نشانده دیگر رو به عنوان پاپ منصوب کرد. در 931 توانست پسرش موسوم شد به ژان 11 هم. پسرش رو به مقام پاپ برسونه، هرچند جنگ قدرت در خانوادهشون دوری پاپی اون رو به 4 سال محدود کرد تا سال 2035. پس از ژان برادرش آلبریک تونست قدرت مادر رو تضعیف کنه و بیش از 20 سال به عنوان شاهزاده و سناتور رومیان حکمرانی کنه. در 954 آلبریک قبل از مرگ خودش تونست به اجبار از سران تعهد بگیره که پسرش موسوم به ژان 12 هم رو به مقام پاپی برسونن. این جوان فاسد 20 ساله که همه دوره نوجوانیش به کسافتکاری گذشته بود، این جوان فاسد 20 ساله به مدت 10 سال در فساد و تباهی کلیسا رو غرق در شهوت و بدبختی کرد و جامعه ایتالیا رو نابود کرد. امپراتور اوتو در 963، 9 سال بعد، با یک شورای کلیسایی پاپ رو متهم کرد و برکنارش کرد. او که بدترین پاپ تاریخ کلیسا خوانده شده فرار کرد، دوباره بعدن قشون کشی کرد، یار جمع کرد، اومد که انتقام بگیره، توسط شوهر یکی از معشوقهاش کشته شد. یعنی یه زن شوهرداری بود که این باش رابطه داشت، شوهر اون زنه اومد و با این کتککاری کرد و این کشته شد. این دوره رو تحت عنوان بدترین دوره، بدترین پاپ کلیسا تاریخ کلیسا میشناسن. تئودورا و دوتا دخترش در بیش از نیم قرن کلیسا رو به فساد کشیدن و جامعه روم رو غرق در فساد و شهوت کردن. دخالت زنان در سیاست و کلیسا هر دو رو فاسد کرد، هم کلیسا رو هم سیاست رو.
چون این سه تا زن فاسد بودن و برای طی مراحل ترقی از فساد جنسی بهره می بردن. این دوره است که سیاست زنانه میشه، همون قاعده ای که گفتم. ابلیس وقتی یهود میگه وقتی ابلیس خواست حضرت آدم رو بکشونه به این وضعیت و به سقوط بکشونه و به هبوط بکشونه، از هوا وارد شد، هوا رو اغوا کرد، هوا رو انداخت به جون آدم، آدم از طریق هوا به اغوا کشیده شد. برای اینکه بتونن کلیسا رو از اون قدرت و هیمنش بیارن پایین، سه تا زن فاسد، یک مادر و دو تا دختر رو نفوذ دادن و این سه تا زن در یه دوره 50 ساله کلیسا رو نابود کردن. چنان فساد گسترش پیدا کرد که یه گروهی از مسیحی‌ها حسابشون رو جدا کردن، رفتن یه مذهب جدید رو انداختن به نام مذهب ارتودکس. این مذهبی که الان در روسیه تا یونان هست، در شرق اروپا، مذهب ارتودکس. این مذهب مذهبی است که در 900 سال بعد از مسیحیت در واکنش به همین فساد در کلیسای کاتولیک به وجود اومد و دین مسیحیت انشعاب کرد، شد کاتولیک و ارتودکس. ارتودکس یعنی راستکیش، یعنی اونا منحرف شدن، کج شدن. ما اصولگراییم، فوندامنتالیستیم، بنیادگراییم، ما برگشتیم به اون اصول اولیه. پس مذهب ارتودکس در یه همچین فضایی، در همچین انحرافایی که اینا پیدا کرده بودن، در اعتراض به اونها به وجود اومد. دوره دوم 500 سال بعد، این میشه پورنوکراسی اول در تاریخ کلیسا. نسبت فلسفه سیاست با علم تئولوژی کلیسا، دوره اول شد اینی که ملاحظه فرمودید، 1100 سال پیش. دوره دوم از 1471 شروع میشه تا 1563، تقریبا یه دوره بیش از 90 سال است. این دوره 90 ساله با بورجیاس به اوج خودش میرسه. کی سریال بورجیاس رو دیده؟ سریال بورجیاس خیلی سریال فاسدیه ها، حالا خانوما که حتما ان شاء الله نمیبینن، آقایون هم نبینید، ممکن نه. یعنی به قدری این زندگی این فرد کثیف بوده که هیچ مناسبات سالمی در روابط اجتماعیشون وجود نداشت. دوره دوم از 1471 تا 1563 طول کشید، دوره پورنوکراسی دوم، که تئودموکراسی، حاکمیت خدا و کلیسا، با حاکمیت نفسانیات مردم تقابل پیدا میکنه. این نفسانیات میاد نه فقط اروپا رو میگیره، روم رو میگیره، بلکه میاد تو خود کلیسا هم سیطره پیدا میکنه، که با بورجیاس به اوج خودش میرسه. اراسموس در کتاب در ستایش حماقت که در 1876 در لندن چاپ شده نوشته که در این دوره غیر از فساد اخلاقی مثل اون دفعه قبل و فساد مالی، همین ربایی که مدیچی‌ها رقم زدن تو این دوره، اتفاق سوم این بود که در اصول عقاید و در دکترین های مسیحیت فساد به وجود اومده بود. خب در جنگ های صلیبی با مسلمان ها شکست خوردن. یهود هی اومد اینا رو تحریک کرد، آقا بیاد برید فلسطین رو پس بگیرید. شکست که خوردن، یهود دید فایده نداره، نمیتونه از پس مسلمان ها بر بیاد. یهود اومد گفت خب همین خود اروپا رو میگیرم، این اروپا رو میگیرم تو چنگ خودم. اینا اومدن یه نهادی درست کردن به نام نهاد بانک با قواعد ربا. نرفتن روم، از این شهر ونیز که تو خیابوناش آبه، نزدیک ترکیه است، توی اون به اصطلاح ساحل، چون از اونجا خیز برمی داشتن که برن توی آسیا و تو ترکیه و توی همین جنگ با مسلمان ها در فلسطین. یهودی ها که این دم منطقه مسلمان ها توی شهر ونیز مستقر بودن تو گیتوها و پول میدادن به تاجرای مسیحی به عنوان ربا، اومدن نهاد ربا رو که درست کردن، نهادی نش کردن، نرفتن تو خود روم که حساسیت پاپ زیاد بشه، رفتن شهر کوچیکی نزدیک روم اون پایین به اسم شهر فلورانس. 70,000 نفر جمعیت رفتن فلورانس، گفتن ما دیگه مسیحی شدیم، ادعا کردن مسیحی شدن، رفتن اونجا بانک زدن نزدیک فلورانس به روم، رفتن تو روم به پاپ گفتن بیا وجوهات شرعی که از سراسر اروپا میاد
به کلیسا اینا رو بده به ما، ما نگه داریم، ما بهت وام چند برابر میدیم. اونم درگیر جنگ بود و لشکرکشی باید میکرد و پول نیاز داشت، پذیرفت، پولای کلیسا رو گرفتن به خود کلیسا وام دادن، کلیسا رو رباخار کردن، پاپ رو رباخار کردن. منابع مالی کلیسا که وجوهات شرعی از سراسر اروپا جمع میشد و گرفتن تو چنگ خودشون، آروم آروم با این بانکشون تو همه کشورهای اروپایی شعبه زدن که دیگه بلند نشید بیاید تا ایتالیا وجوهات شرعی رو بپردازید. هر مسیحی هر کجای اروپا بود، تو انگلیس، تو فرانسه، تو هلند، تو آلمان، تو سوئد، همونجا برید به این شعبه بانک مدیچی وجوهات شرعی رو بدید، اینجا پاپ براتون حساب میکنه. وقتی که معیشت رو از دین جدا کردن، تز جدایی معیشت و اقتصاد از دین، معیشت رو فاسد کردند، دین از معیشت کنار رفت و ربوی شد، ربا شیوع پیدا کرد، قدرت افتاد دست اینا، اینا تونستن منابع مالی رو تو چنگ خودشون بگیرن، پاپ انتخاب کنن. اومدن در مرحله بعد، یه گروهی بودن مخالف بودن، مخالف کلیسا و مخالف، میگفتن آقا ما روشن فکریم، ما حرف جدید داریم، هنر جدید داریم. حالا غالبا هم فاسد بودن، هم جنس باز بودن. اینا تو معماری دستی داشتن، توی مجسمه سازی دستی داشتن، تو نقاشی، تو شعر، توی موسیقی، توی فکر. این خانواده مدیچی با پولایی که تو بانک داشتن یواش یواش اینا رو صدا کردن، اون پشمشتات اون انباریا به اینا میدون کار دادن که اینا شروع کنن نقاشی کشیدن، قطعات قطعات موسیقی درست کنن. بعد برای اینکه دهن همه رو ببندن، وسط شهر فلورانس بزرگترین کلیسا رو ساختن. یه چیزی شبیه همون مسجد زراری که صدر اسلام بوده. اومدن با دوناتلو که یکی از معمارای فاسد بود زمینه ایجاد کردن که این کلیسا رو ساخت. افراد فاسد گوناگون از لئوناردو داوینچی تا میکلانج، همه کسایی که شما میبینه در دوره رنسانس ستایش میشن توی علوم غربی و داخل دانشگاه های ایران، این افراد فاسد رو که داخل خود سریال مدیچی نشون میده که اینا همه فاسدن، اینا میرن بهشون پول میدن، این افراد فاسد همجنسباز کسافتکار آلوده رو جمعشون میکنن، یکیشون میاد کتاب فلان مینویسه، یکیشون میاد کتاب شعر مینویسه، یکیشون میاد نقاشی نمیدونم چی چی و چی چی رو میکشه، اون یکی میاد مجسمه سازی اون رو انجام میده، اون یکی میاد موسیقی فلان، اون یکی میاد کلیسا میسازه. ببینید در این دوره هست که دانته اون کمدی الهی رو مینویسه، در این دوره است که میکلانج مجسمه داوود رو میسازه، در این دوره است که لئوناردو داوینچی اون شام آخر عیسی رو میکشه و تابلو لبخند ژکون مونالیزا، در این دوره است که دوناتلو این کلیسا رو میسازه، در این دوره است که تز جدایی دین از معیشت و اقتصاد که به نتیجه رسید، اقتصاد رو آلوده کردن به ربا، حالا اومدن فرهنگ و اخلاق و علم رو و تفکر رو از دین جدا کردن. تز جدایی دین از علم، دین از فرهنگ، جدایی دین از اخلاق، جدایی دین از هنر، یک هنر فاسد الهی زدائی شده. مجسمه داوود رو ساختن برهنه مادرزاد، کله جالوت زیر پاشه. مسیحی‌ها هم می‌خواستن احساس غرور کنن که حضرت داوود زده جالوتو کشته مثل توپ فوتبالیستا زیر پاشه، همین که خجالت می‌کشیدن که این برهنه مادرزاده. بعد اینو برداشت گذاشته بود داخل حیات خونش، که داخل سریال هم وقتی پاپ وارد شد تو خونش دیدید وسط حیات مجسمه داوودو گذاشته برهنه. الان در دانشگاه‌های ما این کارهای میکلانج به عنوان شاهکارهای معماری ستایش میشه، شاهکارهای مجسمه سازی. کارهای لئوناردو داوینچی به عنوان شاهکارهای موسیقی، شاهکارهای نقاشی ستایش میشه. کارهای دوناتلو و دیگران به عنوان شاهکارهای معماری ستایش میشه. ولی اینا همشون دین زدائی کردن در عرصه فکر و فرهنگ. و سومی فراهم شد، اینا اومدن به عنوان پاپ دیگه خودشون شدن، خانواده مدیچی شدن پاپ، روم رو گرفتن، واتیکان رو، و در فلورانس حاکم گذاشتن. حالا حکام از خودشون بود دیگه، از مسیحی ها نبود. یه وزیری داشتن به نام ماکیاولی، به این ماکیاولی گفتن که تجربه حکومتداری غیر دینی رو برای اولین بار بنویس. کتاب شهریار رو نوشت ماکیاولی، که این کتاب شهریار شد اساس چیزی که شما امروز بهش میگید علوم سیاسی.
علوم سیاسی امروز رساله عملیش و کتاب مقدسش کتاب شهریار نیکولو ماکیاولیه، جدایی دین از سیاست. پس اول جدایی دین از اقتصاد، سپس جدایی دین از فرهنگ و اخلاق و علم و دانش، سپس جدایی دین از سیاست. این ستا رو انجام دادن، اولین انشعاب به وجود اومد. کلیسا به انحطاطی رسیده بود که یک جریان غیر دینی ازش اومد بیرون، اسمش گذاشت رنسانس، عصر نوزایی. این شد رنسانس، یعنی نوزایی. عصر نوزایی یا رنسانسی در مسیحیت و جامعه مسیحی به وجود اومد. همه مسیحیت رو گذاشتن کنار، گفتن خیلی از کارا رو میشه انجام داد بدون دین. نگاه کنید، این معماری بدون دین، نقاشی بدون دین، این که دین باید تو همه شؤونات دخالت کنه، نه، نیاز نیست. نگاه کنید، اقتصاد بدون دین، بانک بدون دین، سیاست بدون دین. همه تلاششون در رنسانس این بود که ثابت کنن میشود زندگی اجتماعی داشت بدون دین، بدون کلیسا. این یک انحراف بود، اما یه انحراف هم داخل مسیحیت بود. لوتر از آلمان، خودش کشیشی بود، از آلمان اومد توی ایتالیا، توی روم، دید عجب فسادی اینجا رو در بر گرفته، ناراحت شد، بلند شد به عنوان یک اسقف اعظم، برگشت آلمان، اعتراض کرد به این وضعیت. اعتراض میشه پروتست. مذهب اعتراض رو رقم زد، مذهب پروتستانتیزم. یک دین جدیدی به وجود آورد به نام دین پروتستانتیزم. این دین پروتستانتیزم شد انشعاب دوم در دین. پس اول ارتودکسیزم سال 900، حالا سال قرن 15، سال 1470 تا 1560، دوره‌ای که مذهب پروتستانتیزم در شمال آلمان به وجود اومد، شمال اروپا. پورنوکراسی اول منتج به اون اتفاقات شد، پورنوکراسی دوم منتج به شکل‌گیری پروتستانتیزم شد، مذهب پروتستان. پورنوکراسی دوم از دلش رنسانس بیرون اومد، غیر دینی کردن جامعه. حالا اینجا اراسموس در کتاب در ستایش حماقت که 1876 تو لندن چاپ شده میگه که غیر از فساد اخلاقی و مالی، اصول عقاید و دکترین های مسیحیت فاسد شده بود. این دکترین های مسیحیت فاسد شده بود یعنی چی؟ ببینید، در متن انگلیسی میگه که این روی کرده دکترینالی که بود، اون به فساد کشیده شده بود. اصول عقاید و قواعد دکترینالشون یکی یکی فاسد شده بود، دیگه نمیتونست جواب بده. شما الان در این متنی که اینا نوشتن متوجه اهمیت این که چرا ما مرکز بررسی های دکترینال در ایران نیاز داشتیم و چرا ولایت فقیه مانع سقوطه و چرا حوزه علمیه ما مثل دستگاه پاپ نیست که اجازه بده سقوط صورت بگیره. چون ما مهمترین دغدغه‌ای که داریم جلوگیری از فاسد شدن دکترین ها و اون چیزی که ما بهش میگیم قواعد فقهی، اونا بهش میگن دکترین. الان شما میدونید که در آشپزخونه پودر سفیدی به نام شکر، پودر سفیدی به نام نمک، پودر سفیدی به نام آرد، پودر سفیدی به نام گچ ممکنه جلو دست شما باشه. تو آبگوش کدومو میریزید؟ اگه قرار شد یه چای رو شیرین کنید، شما دست میکنید گچ میریزید، یه قاشق نمک میریزید، یه قاشق آرد میریزید، یا یه قاشق شکر. هر سه چهارتاش سفیده، ولی داخل آبگوشت یا داخل چای جا به جا ریخته بشه، همه چیز رو فاسد میکنه. مفاهیم ظاهرشون مثل همه. آقا آینده یا عاقبت، منفعت و ضرر یا فلاح و خسارت، فلسفه یا حکمت، سلامت یا هلس، اقتصاد یا بیع، اینا در مورد یک کار کرد به کار میرن، اما میدونید استعمالشون مثل تمایز به کار بردن نمک در چای برای شیرین کردن و برعکس شکر و گچ در آبگوشته. چقدر در این مثال ساده آشپزخونه ای شما میدونید وقتی اشتباه کنه کسی این پودرا رو به جای هم بریزه
چه تبعات دیگه‌ای در اون غذا خواهد داشت، در ذهن انسان هم وقتی مفاهیم فاسد شدن یه همچین کار کردی داره. جوری قواعد فاسد شده بود در کلیسا که مسیحیت زمین خورد و لوتر رفت که درستش کنه بدترش کرد. دلیل حساسیت ما در مرکز بررسی‌های دکترینال، یعنی در اندیشکده یقین، و اینکه ما رو واژگان کار داریم. شاید ما در 15 سال اول دعوایی که با دوستان متدین حوزوی و دانشگاهی داشتیم این بود که میگفتن آقا مگه ما دعوای لفظ داریم؟ حالا فلسفه یا حکمت، آینده یا عاقبت، اقتصاد یا بی. یه کتاب، یکی از این پژوهشگاهی کتاب اقتصاد نوشته بودن، یه کتاب اعتدال نوشته بودن. کل این کتاب اعتدال روی کلمه بود به نام اقتصاد. این آیه وقصد فی مشیه که لقمان به پسرش تو قرآن هست که فرموده در مشی خودت به اصطلاح مقتصد باش، اینو میگیرن میان رو باش. بعد میگیرن اعتدال، یه کتاب چند صد صفحه نوشته بوده که از این پژوهشگاه یه پژوهشگر بزرگی یک جا تعریف دقیقی از اعتدال نداده بود. منظورش از اعتدال اقتصاد بود، وقصد فی مشی یک در قرآن. بعد اون نویسنده و اون ناظر پروژه یه جایی منو دیدن پرسیدن که آقا این چارچوب رو مطالعه کردید، نظرتون چی بود؟ منم هی می‌خواستم در برم جواب ندم، خلاصه هی پیله کردن که آقا بالاخره شما نظرتو بگو فلان. گفتم والا من چیزی به نام اعتدال تو این متن شما ندیدم. این چیزی که شما میگید میانه روی، یعنی وقصد فی مشیه کنه، میدونم این شما اقتصادی گرفتید میانه روی، اعتدال هم گرفتید، اصلا این که اصلا با تلقی ارسطویی غلطه، اون تو مفهوم قرآنی هم که اصلا این معنی رو نمیده این چیزی که شما دنبال میکنید. رسما این بندگان خدا وایسادن تو رو من گفتن که مگه ما دعوای لفظ داریم؟ گفتم علوم انسانی یعنی لفظ، لفظ باید سر جای خودش باشه. مگه ما دعوای اینو داریم که آقا پودر پودر دیگه، حالا شکر، نمک، آرد، گچ، پودر پودر دیگه، ببین سفیده، روشنه، بگیر بریز داخل اون آب گوشت. آقا مگه ما دعوای طعم داریم؟ بله ما دعوای طعم داریم. طعم نمک با طعم شکر فرق میکنه، اینو میریزی تو چای، اونو میریزی توی آب گوشت. ولی کلیسا اجازه داد که مفاهیمش فاسد بشه، کلیسا اجازه داد قواعدش فاسد بشه. اینو میگن که در واقع در قواعد دکترینالشون فساد به وجود اومد. خیلی مسئله حیرت انگیزی این تأکیدی که اینجا شده. به قدر این فساد جدی بود که اینا اومدن حتی دکترین نفرین هام رو تغییر دادن. یهود ادعا میکنه حضرت نوح، پسرش هام و فرزندان هام مثل کنعان رو نفرین کرده. خب این کنعانی ها کیان؟ همین هایی هن که توی فلسطین و این مناطق عرب نشینه، به خصوصی که تو شبه جزیره عربستان هستن و تو فلسطین هستن. و یهود میگه که اینا نفرین شدن. یکی دعوایی که یهود سر قضیه فلسطین و کنعانیان داره با همین هاست دیگه، با این گروه. اینا اومدن دکترین نفرین هام رو ابتدای قرن 16 هم در سال 1500 عادی کردن، گفتن مبتنی بر این که اینا نفرین شدن پس ما حق داریم بلندشون بریم آفریقا رو غارت کنیم. آفریقایی ها از فرزندان هامن، پس ما باید بریزیم جنوب شرق آسیا رو، جنوب غرب آسیا رو بگیریم، همین کشورهای عربی رو بریم، آفریقا رو بگیریم، اینا رو غارت کنیم. اینا نفرین شدن، خدا اینا رو نفرین کرده. با همین دکترین نفرین هام رفتن ریختن قاره سرخپوستا رو گرفتن. منطقشون چی بود؟ میگفتن که سرخپوستا رگ و ریشه‌شون حتما برمیگرده به هام، هر کی غیر از ما باشه میشه نوادگان هام و کنعان رو برید بگیرید نابودشون کنید. یعنی یکی از دکترین های فاسد شده شون بود. جوری فساد و انحطاط جدی شد که اینا یه توجیهاتی تراشیدن که بلندشن برن آفریقا رو غارت کنن، بریزن تو دریا، برن سرزمین سرخپوستا رو بگیرن، بیان آسیا رو بگیرن. هنگامی که در سال حدود هولوش سال 1500 کریستوف کلمب را میفته میره
از دریا میره سمت سرزمین سرخپوستا که میگن رفت آمریکا رو کشف کرد، این دوره دوره ایست که تقریبا مثلا 30 ساله که دوره پرنکراسی دوم شروع شد، یعنی 1471 که پرنکراسی دوم شروع شده بود، این هول و هوش سال 1500 رفت دیگه. مبتنی بر چه چیزی رفتن غارت کردن؟ دکترین نفرین هام. قواعد فاسد شد، کلیسا دیگه نمیتونست جلو این سازوکارا رو بگیره، خودش هم شده بود یه عامل اینا، خودش این توجیهات رو میداد دست این پاپ ها، دست این کشیشا، دست این قیصرها، اینا راه میافتادن میرفتن هر 3-4 تا قاره همه رو غارت میکردن. پس غیر از فساد اخلاقی گسترده، غیر از فساد مالی مبتنی بر آنچه که خانواده مدیچی رقم زدن در ربا، فساد در اصول و عقایدشون پدیدار شد که خب این متون همه تو ایران ترجمه شده، اینا رو اگر انشالله مطالعه کنید خوبه. قرن نهم و قرن دهم و ببینید پرنکراسی اول چه کرده. هم در کتاب اراسموس در ستایش حماقت، اونجا این میزان انحطاط و انحرافی که بوده یه بخشایش بهش اشاره شده، البته اصل متن انگلیسی رو ببینید بهتره. اگر در قرن دهم در پورنوکراسی نخست دین مسیحیت انشقاق یافت و ارتودکسیزم به وجود اومد و ارتودکس‌ها جدا شدند، در قرن 15 زمینه برای مذهب سوم یعنی پروتستانتیسم فراهم شد. خب این فساد اینا رو بیچاره کرد و به این مرحله رسوند. فساد زنا نهادینه شده بود، اما فساد ربا رو خانواده یهودی مدیچی در روم نهادینه کرد. سپس به سراغ فرهنگ و اخلاق رفتند، با هنرمندان و دانشمندان فاسد و دینگوریز مفاهیم و اصول عقاید رو فاسد کردند و به معنی اخص کلمه قوایت و فساد فکر پدید آوردند. در نهایت اصل سیاست و حکومت رو از دین جدا کرده و اون رو عرفی نموده و دست کلیسا رو از قدرت کوتاه کردند. نام این تغییر در عقاید و انحراف از دکترین ها رو گذاشتن رنسانس. پروتستانتیزم مذهب اعتراض در مسیحیت بود، اما رنسانس دین اعتراض به مسیحیت بود. اگر داخل مسیحیت یه مذهب به وجود اومد اعتراض کرد به نام پروتستانتیزم، کل رنسانس یک دین سکیولار اعتراضی به کلیت مسیحیت بود. در ایران شریعتی 50 سال پیش مدعی بود که ما باید در اسلام پروتستانتیزم کنیم. پروژه پروتستانتیزم شریعتی رو بعداً سروش دنبال کرد. خط ثابتی که مرحوم شریعتی و بعدم سروش و غیره دنبال می‌کردن ایجاد پروتستانتیزم در مسیحیت مبتنی بر مدل لوتر بود. تا جایی که شورای روابط خارجی آمریکا در دهه 1170 در یک مقاله ویژه سروش رو با لوتر تطبیق کرد. خودشون این مقاله رو در ایران ترجمه کردن و در مجله کیان منتشر کردن که میبینید آمریکایی‌ها گفتن که دکتر سروش همون مارتین لوتر ایرانه. پس یه خط پروتستانتیز در ایران دنبال میشده الان نزدیک 60 ساله، هنوزم داره دنبال میشه، که ما باید اسلام رو پروتستانتیزه کنیم. این پروتستانتیزم در اسلام که در تشیع که خیلی شیک و مجلسی و تئوریک و روشنفکری مطرح میشد، چه در دوره مرحوم شریعتی چه در دوره سروش، از طریق بخشی از جریان روحانیت سبک و کمایه، این پروتستانتیزم در طول دهه گذشته در بین توده های مردم اشاعه داده شده. ببینید یه لیوان داریم که 90% خالیه، 95% خالیه، کف اون لیوان یه مثلا چند قطره آبی هست. دینداری بعضیا اینجوریه، بعضیا دینداریشون در حد یه قطره و دو قطره و 5 قطره کف اون لیوانه. حالا وقتی میگی آقا دینداریتو بیشتر کن، ایمانتو بیشتر کن، الا الذين امنوا عمل کن و عمل الصالحات، ایمان داشته باش عمل صالح کن، این لیوانه پر بشه، ظرفیت وجودت از ایمان پر بشه، یک گروهی هستن مدام این بیدینی مردم، بیعملی مردم مسلمان رو توجیه میکنن. آقا چه کار داری حالا یه کسی بیهجاب بود؟ ببین حضرت داشت رد میشد، یه کسی داشت عرق میخورد بهش گفت دمت گرم. آقا چه کار داری که این اینجوری میگه؟ ببین اون اونجا هم میگردن یه روایتی، آیه‌ای، چیزی پیدا کنن ببینن میتونن توجیه کنن که فرد عرق میخوره، زنا میکنه، ربا میخوره، بیهجابی میکنه. این شبه روحانیان
این چنینی که تریبون دارن و خیلی هم لایک خورشون بالاست و فالوور زیادی هم دارن و تا هر اتفاقی تو نظام بیفته بود یه امام جمعه یه چیزی پشت تریبون بگه تو نماز جمعه، موضع رسمی نظام توی چیزی باشه، اینا میان بیرون داد و بیداد میکنن، فحاشی میکنن. اینا پروتستانتیزم در عمل دارن، یعنی اینا مذهبشون مذهب اعتراضه. میگن آقا ول کن، حالا این که دیدی الان داره عرق میخوره ولی اسمش هم مثلا حسن و تقی و حسین و رضا و فاطمه و زینب و ایناست، ولش کن. همین که این یه نیمچه اعتقادی به دین داره بسه، هیچ کاری نمیکنن برای اینکه دین طرف کامل تر بشه، فقط به طرف حالت مثلا این کاری که مواد مخدر میکنه، یک نشئگی و مستی به افراد میدن، به طرف میگن آقا آروم باش، همینی که تو اصلا سیگار میکشی، قلیون میکشی، تریاک میکشی، مواد مخدر مصرف میکنی، زنا میکنی، کسافتکاری میکنی، بیهجابی، هرهوری مسلکی، همینا خوبه، فقط بند دلت وصل باشه دیگه بقیه شرده. خب آقا اینجوری که نمیشه. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اولا اگر انسان قراره در خسران نباشه، والعصر ان الانسان لفی خسر، اولا باید ایمان داشته باشی. الا الذین آمنوا، این ایمانم باید ایمان مستودع نباشه، ایمان مستقر باشه. ثانیا و عملوا الصالحات، باید به تبع اون ایمان عمل صالح انجام بدی، هی هم باید اینو کیفی ترش کنی، نه اینکه ارسی چون تو خانواده مذهبی به دنیا اومدی اسمتو گذاشتن اسم ائمه، همین حل دیگه. حالا هر چی رفتی جلوتر از اونی که پدر مادرت بد دادن هی فرسوده بشه، هی کاسته بشه، اینجوری که نمیشه. پروتستان ها همینو میگفتن، میگفتن نه تنها گناه رو نباید کاری باش داشته باشیم، بلکه گناه رو باید تقدیس کنیم. برای اینکه میدون رو از دست بیدینی بگیرن، اومدن بیدینی رو و گناهان رو تقدیس کردن. بلایی که پروتستان ها سر خودشون آوردن، سر دین آوردن. در ایران پروژه پروتستانتیزم در فهم دانشگاهیش توسط سروش و شریعتی دنبال میشد و کسانی از این دست، به موازاتش پروژه رنسانس ایرانی توسط جواد طباطبایی دنبال میشه. یعنی الان لوتر ایران میشه سروش، ماکیاولی ایران میشه جواد طباطبایی. یعنی یه دوره طولانی جواد طباطبایی کتاب شهریار ماکیاولی رو درس میداد، افتخارشون اینه که این ماکیاولیه، اونم لوتره. الان ایهالن الگوهای انحراف در نظام جمهوری اسلامی توسط عناصر فکری صاحب ریش و پشم و تسبیح و عبا و عمامه و مقنعه و چادر رو باید بشناسید با شناخت تاریخی نسبت به آنچه که قبلا رخ داده. ما چون میدونستیم که پروتستانتیزم چیست، امام موضعی که در مقابل مرحوم شریعتی داشت، چون میدونست مرحوم شریعتی میخواد چیکار کنه، چون امام اشراف داشت به این مباحث در تاریخ غرب، ما میدونستیم که سروش و جریان پروتستانتیزم میخواد چه راهی رو بره. 500 سال پیش توی اروپا چه اتفاقاتی افتاد توسط تو مذهب پروتستان. ما میدونستیم که رنسانس چه سازوکاری رو داشت، خانواده مدیچی چه کار کردن، برخلاف این تقدیسی که در دانشکده‌های معماری و دانشکده‌های هنر و گروه‌های جامعه شناسی و گروه‌های فلسفه و غیر و ذلک در غرب شناسی میشه، اینکه آقا دوره رنسانس یه دوره‌ای بوده. آقا نمیدونید این لبخند مونالیزا، این لبخند مثلا ژکوند، این مثلا داره چه حسی رو منتقل میکنه؟ آقا نمیدونید این مجسمه که میکلانج ساخته چی بوده؟ نمیدونید این نقاشی‌هایی که توی دیده چه توصیفایی در مورد آثار هنری اینا میکنن؟ ما قشنگ میدونستیم، دقیق میدونستیم که اصلا رنسانس وقتی صورت گرفت، رنسانس یک دین سکیولار و عرفی در مقابل اون دین رسمی مسیحیت بود. نتیجهش این شد که امروز این دوتا جریان به عنوان سازوکارهایی که سرویس‌های اطلاعاتی غربی روشون سوارن، یه گروهشون میخوان تو ایران پروتستانتیزم رقم بزنن، یه گروهشون تو ایران میخوان رنسانس رقم بزنن. ما اینو در مورد پورنوکراسی دوم خوب میشناسیم، حداقل اینه که مبسوط من دوره مدیچی ها رو اینجا با تفصیلاتش درس دادم و سازوکارش رو مشخص کردیم که اینا در تز جدای دین از سیاست، تز جدای دین از اقتصاد، تز جدای دین از اخلاق و فرهنگ چه کارهایی کردن، داخل ایران دارن چیکار میکنن.
اما شاه بیتش اینه که مفاهیم فاسد شده بود، جامعه به قوایت کشیده بود، محصول قوایت فکری شد رنسانس. و در ایران هم چرا ما میگیم دانشگاه نمیتونه انقلاب اسلامی رو جلو ببره در علوم انسانی؟ چون مفاهیمش فاسد. ببینید این دال مرکزی که میگه انسان حیوانه، این فاسد، هیچ جوری نمیشه از این علوم انسانی استفاده مناسب برد، چون جوهره این علوم انسانی فاسده. میگه انسان حیوانه. این علوم انسانی و غیر علوم انسانی اساسش تثلیثه، اساسش پدر پسر روح القدسه. حکم خدا هم اینه که لا تقولوا ثلاثه. حالا وزن احکام رو شما بخواید ببینید، لا تقربوا الزنا، آقا اصلا نزدیک نشید به زنا، این لا تقربوا الزنا یکه، لا تأکلوا الربا چقدر از این بدتره. کسی که ربا میخوره، حضرت فرمود انگار با مادر خودش در کنار خانه کعبه 70 بار عمل شنی انجام بده. یعنی ببینید چقدر ربا بدتر از زناست. لا تقرب الزنا، لا تأکل الربا. حالا لا تقولوا ثلاثه کجاست؟ لا تقولوا ثلاثه اونجاست که طرف کلن مشرکه دیگه اصلا. آقا این سگانه رو نگو، این شرکه. وقتی طرف برای خدا شریک عینی قائل تو خلقت، این میشه چی؟ این در قرآن حضرت لقمان به پسرش میگه که پسرم شرک نورز، که ان شرک لظلم العظیم. شرک یک ظلم استخونداره، یعنی عظیم از عظمت و عربی میاد، یعنی خیلی درشت. شرک به الله نورز یا بنیه پسرم، لا تشرک بالله، شرک به خدا نورز. دکترینش میشه چی؟ ان میاد میشه دکترین. ان شرک لظلم العظیم، عظیمترین ظلمی که وجود داره توی حق خدا دیگه. میگیم آقا کسی تو حقوق بشر ظلم کرده به کسی دیگه ای، آقا توی حقوق بشر بریم یقش رو بگیریم، ظلم شده دیگه. قسط یعنی سهم هر کس، هرچی بهش بدیم ندادیم شده ظلم. حالا سهم خدا رو وقتی بهش ندیم یعنی ظلم کردیم به خدا. کسی که شرک میورزه داره ظلم میکنه به خدا دیگه. ان شرک لظلم العظیم، حق خدا اینه که ظلم به خدا مرتکب نشی. اینجا وقتی کسی میاد اساسو میگیره تثلیث، لا تقولوا ثلاثه رو میذاره کنار، این داره ظلم به خدا میکنه. این دیگه از اون رباه که کسی که ربا میخوره انگار با مادر خودش عمل جنسی انجام داده کنار خانه کعبه علیاذ بالله، یا از اونی که به زنا نزدیک میشه. اینا درجات شدت و حدتش اینقدر با هم فرق داره دیگه. لا تقرب الزنا، لا تأکل الربا، لا تقول ثلاثه. حالا این لا تقول ثلاثه الان در دانشگاه های ما جوریه که افراد میرن این سگانه رو میگن، تو برگه مینویسن، نمره میگیرن، میشن لیسانس، فوق لیسانس، دکتر علوم انسانی و غیر علوم انسانی. فکرا فاسده دیگه، ما میدونیم که فاسده، ما میدونیم روانشناسی فاسده، جامعه شناسی فاسده، فلسفه فاسده، علوم سیاسی فاسده، مدیریت فاسده، اقتصاد فاسده، فیزیک فاسده، این موارد فاسده. لذا سخن متفاوت میگیم آنچه جمهوری اسلامی رو پا نگه داشته که این چیزا نیست. آقا نمیدونم المپیاد ریاضی و فیزیک و شیمی و فلان، آقا رفتیم با بقیه دنیا که همین چیزا رو میدونن، حرفامون رو به اشتراک گذاشتیم، رقابت کردیم، اومدیم جلو. جمهوری اسلامی رو این نکات بنیادینی نگه داشته روپا که مال خود اسلامه. اونجایی که ما میگیم آقا کل این علم شیک لاکچری آینده پژوهی رو دیدید، تا پست دکترا داره تو ایران، بذارش کنار، ما عاقبت داریم، آینده نداریم. آینده از روبرو میاد، یا به عربی میشه مستقبل، این چیزی که به استقبال ما میاد. عاقبت از پشت سر ما میاد، ول عاقبت للمتقین. اونا میگن منفعت و ضرر در علم حسابداری، ما میگیم فلاح و خسارت. اونا میگن فلسفه، ما میگیم حکمت. خدا به هر کی حکمت داده فرموده خیر کثیر دادم، رأس الحکمت مخافت الله. هر چی حکمت شما میره بالاتر، شما خوفت از خدا بیشتر میشه. هر چی شما در فلسفه جلوتر بری، شما بیشتر به خدا بی‌نیاز میشی، تا جایی که فیلسوفی مثلا نیچه اعلام میکنه خدا مرد. تمایزها اینقدر زیاده دیگه، تمایز اون شکره و نمک است، دوتاش سفیده. فلسفه و حکمت دوتاش سفیده، آینده و عاقبت دوتاش سفیده، منفعت و ضرر و فلاح و خسارت دوتاش سفیده.
بیع و اقتصاد دوتاش سفیده، اما در بیع شما خودتو میفروشی به خدا. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. وقتی خودتو فروختی به خدا، فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد بر این فروشی که کردی، خودتو به خدا فروختی، که ذالک فوز العظیم، این فوز خیلی عظیمه. اما یه چیزی هم داریم به نام علم اقتصاد غربی، اکانومی، تدبیر منزل، معیشت، نمیدونم زندگی اجتماعی، که مزخرفات تئوری های غربی، نمیدونم تو اقتصاد و بخور بخور و ربا و قمار و طمع و کجا فاسد شد مسیحیت؟ جایی که این مفاهیم رو نتونستن تفکیک کنن. ما شیفته واژگان غربی نشدیم، اینا رو شناختیم، گذاشتیم کنار، نگاه کردیم ببینیم اسلام چی میگه. هی مدام ولی فقیه اومد گفت این غلطه، این این غلطه، این این غلطه، این هی اینا رو با فرقانی که داشت فرق گذاشت بین حق و باطل، جداشون کرد. بزرگانی مثل مصباح یزدی، مثل جوادی آملی، مثل آیت الله بهجت و دیگران رو بعضی از این مفاهیم وایستادن، ایستادن، نذاشتن منحرف بشه، جلوشو گرفتن. ماها وظیفه داشتیم نشرش بدیم، بستش بدیم، محکم وایستادیم پاش، حساسیت ایجاد کردیم. نسل جوان زیادی الحمدلله اهل این حرفا بودن و متفاوت فکر میکردن، این حرفا رو گرفتن، هر کس یک کلمه‌شو گرفت برد تو رشته خودش، تو دانشگاه خودش، تو پایان نامه فوق لیسانس و دکترا و پست دکتراش تبدیلش کرد به یه تز، به یه پایان نامه. امروز جمهوری اسلامی گفتمان متفاوت داره. مهم نیست که حرفای ما در اقتصاد پیاده شده یا نه، مهم نیست که حرفای ما توی جامعه شناسی پیاده شده یا نه، مهم نیست که حرفای ما در روانشناسی پیاده شده یا نه، مهم اینه که شما میدونید نقش انسان در قرآن وجود داره، مهم اینه که شما میدونید مثلا در مقابل دست نامرئی بازار آدام اسمیت ید الله فوق ایدی هم وجود داره، شما میدونید تک تک اینها تئوریزه شده است، امروز موجوده. یعنی شما امروز میدونید سراغ قرآن رفتن دیگه تلاوت صرف نیست، میدونید سراغ قرآن برید باید از کدوم دروازه وارد بشید، چطور مفاهیم رو نگاه کنید. انقلاب اسلامی آمد چنان اعتماد به نفس به کف جامعه داد که مردم امروز به خودشون جرأت میدن تبیین و تدقیق کنن. اینکه روایتی که حضرت هنگامی که ظهور میفرماد زنای خونه دار تو کنج پستوها درجه فقاهتشون انقدر بالاست، کی حرفایی که امروز خیلی از مکله ها میتونن بزنن مثلا مراجع 100 سال پیش یا 200 سال پیش میتونستن بزنن، چون امروز حد سطح فهم و عقل بشر رفته بالا و در این 40-50 سال عمر جمهوری اسلامی این مفاهیم جدی شده، لذا جمهوری اسلامی درش پورنوکراسی شکل نمیگیره، چون مفاهیم پایش فاسد نمیشه. اینی که اینجا اینا نوشتن که در واقع قواعد اصول عقایدشون فاسد شد، فساد دکترینال به وجود اومد، یعنی دوبار می نویسه که فساد دکترینال به وجود اومد، این توی ایران رخ نمیده. ما مهمترین کاری که میکنیم پاسداری از قواعد بنیادی فقهیه، یعنی به قیمت اینکه همه اقتصاددان ها روبروی ما بایستن، میریم میشینیم تو تلویزیون میگیم این ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی و بانک مرکزیش ربویه، بعد 150 بار 7 تا مرجع میان تکرار میکنن که نه این سیستم ربویه. ما میایستیم که این سیستم غلطه، چون میگه انسان حیوانه، رهبری میگه انسان حیوان نیست، این حرف غلطه، جوادی آملی میره مشخص میکنه که انسان حی متعلق حیوان نیست. تبیین این که ما این مفاهیم رو در نسبت بین شکر و آرد و گچ و نمک همش پودر سفیده ولی در کارکردهای گوناگونش طعمهای گوناگون داره، ما دعوای طعم داریم، لذا اجازه نمیدیم که این انحراف صورت بگیره. کار مهم ما اینه، نذاریم فاسد بشه. کار مهم شما هم همینه. این متن و اصل انگلیسیشو ببینید، بعد که اصل انگلیسیشو دیدید اونجایی که فسادهای دکترینال رو تاکید میکنه، بعد این متون ترجمه شده شو ببینید، این کتابایی که تو ایران از 20 سال پیش ترجمه شده، که چه بلایی سر کلیسا اومد. اونا اجازه دادن مفاهیمشون فاسد شد. جای نمک و شکر معلوم نبود کجا باید به کار برده بشه، حساسیتشون از دست رفته بود دیگه، زبونشون قدرت چشاییش از دست رفته بود، حس نداشت، شور باشه، شیرین باشه، تلخ باشه یا هرچی باشه رو نمیفهمید. جامعه غربی امروز فرق شوری و تلخی رو نمیتونه متوجه بشه، فرق شیرین فقط یه پودر سفید بریزه توی این. اما ما حساسیم، ما قوه چشاییمون امروز کار میکنه. امروز ما فرق بین شوری نمک با شیرینی شکر رو و کاربرد متفاوت هر کدومش توی شیرین کردن چای یا در واقع طعم دادن به آبگوشت رو متوجه میشیم.
ما دچار فساد فکر نمیشیم و مهمترین کارمون هم این که نذاریم فساد فکر شکل بگیره. رشید کیه؟ رشد کی رشد پیدا کرده؟ رشید کسیه که به قوایت و قی نرسیده، یعنی فکرش فاسد نشد. قد تبین الرشد من القی. قی و اقوا و قوایت یعنی فاسد شدن فکر، همین بلایی که سر مسیحیت اومد. و رشد و ارشاد و رشید یعنی چی؟ مرشد کارش چیه؟ مرشد کارش اینه که نذاره فساد فکر به وجود بیاد. شما کارتون اینه که مرشد باشید کف جامعه. حالا یک کسی کل عمرشو میذاره روی یک مفهوم قرآن، قرآن 6000 بیش از 6000 تا آیه داره. اگر 6000 نفر داشته باشیم که هر کدوم پاسدار یک آیه باشن، نذارن جامعه از اون یک آیه عدول کنه. حالا فرموده والعاقبت للمتقین، ما اصلا یک دانشکده و حوزه علمیه و اندیشکده داشته باشیم فقط کارش مفهوم عاقبت شناسی باشه. فرموده فستب شروع به بیع کن، بیع اصالت داره نه اقتصاد. خرید و فروش بین ماها مطرح نیست، بین ما با خدا مطرحه. یک گروه فقط بگن آقا ما کل 30-40 سال عمرمون رو میذاریم فقط بیع رو احیا میکنیم، بهشون میگن محی الدین، احیا کنندگان دین. خب دین فاسد نمیشه، جامعه فاسد نمیشه. فرق پاپ و ولی فقیه در اینه که ولی فقیه تو این موارد کوتاه نمیاد. فرق حوزه های علمیه ما با کلیسای مسیحی در اینه که ما اجازه چنین چیزی رو نمیدیم، یعنی حساسیت دارن علمای ما. فرق ما در مسلمانیمون با مسیحی ها اینه که ما در مقابل مفاهیم کوتاه نمیایم. همونطوری که مراقبت بر نمازمون، بر روزمون، بر احکام عمومیمون مواظبت و مراقبت بر اون واجبه، مواظبت از این مفاهیم هم واجبه دیگه. اینجوری نیست که من مثلا مراقب باشم نماز ظهر و عصرم قضا نشه، اما اجازه بدم هر کسی هر بلای دلش خواست بشینه تو اینجا تو دانشگاه ایران بر سر مفاهیم پایه قرآنی بیاره. اونجوری که نیست، کوتاه نمیایم. پس دوره دوم با یه همچین ساختاری شکل گرفت. اگر انحراف در دکترین های مسیحیت نبود، پاگانیزم نوین به نام مدرنیته پدید نمی آمد. این دکترین ها فاسد شد، رنسانس زمینه ایجاد کرد که کفرکیشی جدید شکل گرفت. 200 سال بعد اسمش شد عصر روشنگری و انلایتنمنت و آرام آرام این عصر روشنگری و مدرنیته رسید به جایی که دیگه بعدن 100 سال بعدش نیچه اومد گفت خدا مرد. حالا دوره سوم پورنوکراسی از 1965 شروع میشه. 50 و تقریبا 6-7 سال از عمر پورنوکراسی سوم داره میگذره. در 1965 چه اتفاقاتی افتاده بود؟ اولا انقلاب جنسی داشت تو آمریکا شکل میگرفت. در دهه 1950 و 1960 فساد نه فقط برای روم و کلیسا، جهان درگیر انقلاب جنسی شد و فاسد شد، مقدماتش فراهم شد. دوم فیات شکل گرفت، پول بدون پشتوانه، که بزرگترین ربایی است که بشر میتونه بهش فکر کنه. ربای مرکب، ربای جامع، رباییه که فیات کارنسی یعنی پول بدون پشتوانه. همینجوری شما کاغذ چاپ کنی بریزی تو بازار، همه دنیا الان اسیرش، از بانک مرکزی نیویورک فدرال رزرو تا بانک مرکزی ایران. این فساد دوم بود. فساد سوم فساد در مفاهیم بود. علوم انسانی مدرن کاری کرد در حوزه‌های گوناگون، کاری کرد با اندیشه بشری که کلیسا کلاً دستش رو برد بالا تسلیم شد، چیزی رو باقی نذاشت. چون میدونید علوم انسانی رو بروی فقه ماست دیگه. حالا تو فقه ما یه جمله میگن، یه فتوا میگن، اونا به جای فتوا یه مقاله مینویسن، تشریح میکنن که چی باید باشد نباشد. مدرنیته اومد مفاهیم رو از کلیسا گرفت، از معنا خالی کرد، برگردون به جامعه. کلیسا نمیدونست چه کار کنه. 1917 متن انگلیسی اینجوری میگه، میگه در 1917 بانوی ما فاطیما بر سه نوجوان در پرتغال ظاهر شد، آمد گفت برید بگید این چیزایی که تو روسیه داره انجام میشه، چون 1917 در روسیه انقلاب شد، انقلاب بلشویکی، انقلاب کفرآمیز کمونیستی. میگه بانوی ما فاطیما آمد و گفتش که بگید توی روسیه این فاجعه‌ای که داره رخ میده رو جلوشو بگیرن مسیحی ها، یعنی این الحادی که داره تو شوروی به وجود میاد، انقلاب کمونیستی.
چنان مفاهیم علوم انسانی تهی از معنا شده بود که بشر غربی حاضر بود بره حکومت کفرآمیز را بندازه. مارکس یهودی تصورش این بود که آنچه که رقم میخوره تو فرانسه است دیگه، فکر نمیکرد تو شوروی انقلاب رخ بده. کمون اولیه تو پاریس اتفاق افتاد، به کشت و کشتار کشیده بود. چرا پرچم اینا قرمزه؟ چون در کمون اولیه توی پاریس خونهایی که ریخته شد، اینا گفتن پرچم مارکسیسم از این به بعد یک رنگ بیشتر ندارد، اونم رنگ قرمز، رنگ سرخ. اصلا رنگ سرخ مارکسیستا و چپ ها از کمون اولیه پاریس اومد. مارکس تصورش این بود که کپیتالیسم و سرمایه گرایی آلمان و انگلیس و آمریکا و به خصوص فرانسه، اونجا انقلاب مارکسیستی میشه. فکرشو نمیکرد یه جامعه کشاورزی عقب مانده‌ای به نام روسیه انقلاب مارکسیستی کنه. حالا این اتفاق افتاده در 1917. فاطیما میاد و یه همچین هشدار میده. کلیسا نگران میشه که چه اتفاقی افتاده. میاد یه مرحله جلوتر در 1939 جنگ جهانی دوم میشه، بیش از 50 میلیون نفر کشته میشه در جهان مسیحی و غیر مسیحی. بعد میاد در 1965 عصر پورنوکراسی سوم شروع میشه. فکر فاسد، علوم انسانی مدرن. اقتصاد فاسد، نظام مالی فیات. هرس و طمع و ولع گسترده، گرید، محرک اجتماعی گرید، هرس و طمع و ولع در کپیتالیسم. اخلاق جنسی فاسد، انقلاب جنسی انجام شده، بی حیایی و حیازدایی داره همینجوری شیوع پیدا میکنه و تعمیم پیدا میکنه. کلیسا مطلقاً تسلیم شد، دیگه نمیتونست چیکار کنه. تا جایی که دیدید دیگه، اینجا بررسی کردیم 7-8 سال پیش، فیلم سینمایی میسازن که به خدا خدا نمرده است. یعنی مسیحی‌ها فیلم میسازن الان تو آمریکا که ثابت کنن خدا نمرده است. یعنی چنان دچار مشکلند که در تبیین این سازوکارها. اما اجمالاً این اتفاقات عجیب و غریبی که رخ داد و پروکراسی سوم شروع شد، این دوره دوره‌ای بود که حالا چون پروکراسی یک وضعیته، این جمله رو بخونم براتون بهتره. میگه پورنوکراسی اصطلاحی تاریخی در مسیحیت است که وضعیت فساد در یک دوران را توصیف میکند. یعنی هر وقت شما بخواید یک فسادی رو در یک دورانی توصیف کنید که اون فساده در تقابل و سازوکارهای دینیه. دورانی که بشر به خدا خیانت میکند. میگه بنی اسرائیل تعبیرشون در تورات اینه که بنی اسرائیل مانند زنی که به همسرش خیانت کرده به خدا خیانت کرده و خدا از دستشون عصبانی بود. زنی رو تصور کنید که به شوهرش خیانت میکنه. بنی اسرائیل اون زنه بوده. بارها در کتاب تورات از این قید استفاده میشه که بنی اسرائیل مثل زنی که به شوهرش خیانت کرد، بنی اسرائیل به خدا خیانت کرد، خدا اینها رو از خودش راند. بعد از ماجرای بخت و نصر و اینکه اونا رو رفت توی اونجا گرفتشون و اسیرشون کرد توی فلسطین و آوردشون توی همین بابل، توی جنوب بغداد، توی مدائن و مناطق دیگه، این دوره دوره‌ایه که از اینجا به بعد 2500 سال پیش که بعد میگن کوروش رفته نجاتشون داده و اینها، اینا 2500 سال نفرین شدن توسط خدا. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اینا خیانت کردن به خدا. به این وضعیت در یک چنین دورانی که بشر به خدا خیانت کنه، مثل خیانت یک زن به همسرش، به این میگن دوره پورنوکراسی. جمله اینه: پورنوکراسی اصطلاحی تاریخی در مسیحیت که وضعیت فساد در یک دوران رو توصیف میکنه. دورانی که بشر به خدا خیانت میکنه مثل بنی اسرائیل، مانند خیانت یک زن به همسر خود. در نتیجه پورنوکراسی ایمان سوزی و تبخیر عقاید و ایمان دینی در مؤمنین رو توصیف میکنه. حالا ما به پورنوکراسی میگیم همون جاهلیت مدرن که تنها یک مانع در مقابل خودش میبینه، اونم جمهوری اسلامیه. هنگامی که این فساد رو میخواید به صورت یک جریان وقتی جاری و ساری میشه در جامعه ببینید، این رو در معماری ببینید، بی‌هویتی معماری، این رو در ساختار اقتصادی ببینید که همه چیز با پول و کالایی شدن پدیده ها تعریف میشه، این رو در اصالت هرس و طمع و ولع ببینید، در گرید، این رو در اینکه انسان ها سعی میکنن خودشون رو عرضه کنن تا تسخیر بشن، سلف کنترل. چنان روح شیطانی این موسیقی قویه
چنان القاء این که انسان باید خودش رو واگذار کنه به ابلیس و شیطان و به تسخیر در بیاد قویه، که در دوره اواخر دفاع مقدس در اینجا این مشهورترین قطعه بود که این جوانای پاپ، جوانایی که پانکی بودن، نوار کاست این رو با خیلی گرون گیر می‌بردن و می‌شنیدن، و بعد از اون دوره هم دیگه همه دیگه این رو می‌شنیدن. تو بعد از دوره دهه سال دهه 60 اوایل 70 هم یکی از قطعات خیلی مشهوری بود که حسی که ارائه می‌کنه حس اوج پورنوکراسی سومه. یعنی در پورنوکراسی سوم که دیگه این فضا به وجود اومده، این حس، حس اینجا الغا میشه. این که طلب میکنه که کنترل خودش رو کسی دیگه بیاد به دست بگیره و شهر وجودش رو تسخیر کنه با حنجره‌ای که انگار ابلیس از درون اون این صدای قوی رو آزاد میکنه و قوت موسیقی، قوت شعر، قوت صدا و تنظیم موسیقی شاهکاری رو برای جنود ابلیس رقم زده که دیگه اون فرافکنی نهایی بود. یعنی 40 سال پیش اینا دیگه بعد از اینکه 20 سال از انقلاب جنسی میگذشت و دیگه کلن همه چیز رو رها کرده بودن، وقتی علنن این که به اصطلاح این مای سلف کنترل، یعنی کنترل خود منو بیا دست بگیر دیگه رسما، این حس، حسی که ایجاد میکردن در این عصر جاهلیت مدرن، این دیگه الان عادی شده. یعنی تو آثار موسیقایشون الان دیگه این خواننده های نسل جدیدشون که دیگه کلا از معنا تویی شده همه چیزشون، اصلا همه چیز رو عادی کردن. اون موقع این تکان دهنده بود، یک انقلاب بود. این دست اتفاقاتی که در حوزه فرهنگ و هنر می افتاد یک انقلاب بود در بیان اون سازوکارهای درونی. به قول شهید آوینی روایت نفس، طرف راوی مسئله دیگه نبود، داشت حدیث نفس می کرد. آنچه که در هوای نفس خودش و هوس خودش بود رو به عنوان هنر عرضه می کرد. قرار از این که پورنوکراسی سوم که شکل گرفت 1965 1975 ده سال بعدش، چهار سال قبل از انقلاب ما، 1975 پاپ دستور داد به یکی از کاردینالای خیلی معتمد خودش که بره بررسی کنه چه بلایی اون نسبت به اون دوتا پورنوکراسی های قبلی قرن نهم و قرن پونزدهم، بره ببینه این در قرن بیستم چه مصیبتیه، این دیگه چجور پورنوکراسیه. قرار ته اینم دوباره یه مذهب جدیدی از دل مسیحیت در بیاد، یک جریان فکری متفاوتی مثل رنسانس در بیاد، چی میخواد بشه؟ سه سال این بررسی میدانی و گزارش فساد عمومی جهانی، هم فساد در کلیسا هم در ساختار فرهنگ بشر، سه سال طول کشید. این تحقیق وقتی آماده شد 1978 رو میز پاپ قرار گرفت و پاپ شوکه شد، نمیدونست چی کار باید بکنه. چه بلایی سر بشر اومده؟ طمع شوی عادی داره شده اساس نظام کپیتالیسم. ربای علنی در چاپ پول بدون پشتوانه که تامین پیدا کرده. الحاد و کمونیسم و مارکسیسم و داروینیسم و اینجور چیزا که به اسم علم اومدن پنبه هر چی دین و معنویت و اخلاق و غیب زدن. انقلاب جنسی هم شده شیوع فساد جنسی، نه فقط در جامعه، داخل خود کلیسا هم جنس بازی و اینجور کثافتکاری ها. پاپ مونده بود چه خاکی تو سرش بریزه. این پاپ عوض شده، پاپ دیگه اومد و اونم نتونست کاری کنه. سال 2012 دوباره یه گزارش جدیدی دادن، تهیه کردن که چه اتفاقی افتاده 10 سال پیش. باز دوباره دیدن اوضاع کلا دست در رفته، خارج از کنترل شده. وقتی 1978 این گزارش تهیه شد برای پاپ، یک سال بعد در ایران انقلاب شد. انقلاب اسلامی یک سال بعد شک گرفت و جایی که اینا باور نمی‌کردن، چون بالاخره مدعی کلیسا بود دیگه. کلیسا میگفت آقا یه طرف ادعای الحاد داره، ما ادعای دین داریم، ما روبروی این تفکر تو خود غرب می‌ایستیم. حالا
کلیسا تسلیم شد، شکست خورد، یک باره از دل اسلام و تشیع و از ایران یه جریانی بلند شد، روبروی این انحراف بشری وایستاد. همه تو شرقی ها، شوروی و اینا داشتن به سمت کفر میرفتن، غربی ها هم داشتن به سمت انحراف و شرک میرفتن. یه دفعه یه جریانی بلند شد، به تعبیر مقام معظم رهبری، هنر بزرگ امام این بود که دین رو به عرصه آورد، ملت ایران دین رو به عرصه آورد و انقلاب اسلامی پیروز شد. یک سال بعد 1975 درخواست میکنم گزارش تهیه بشه بررسی میدانی، 1978 این گزارش تهیه میشه، 3 سال بعدش 1979 انقلاب میشه تو ایران. امروز ما در دوره پورنوکراسی سومیم. اصلا تیتر مقاله هم که این بنده خدا نوشته تیترش اینه که ما در عصر پورنوکراسی سوم زندگی میکنیم. اینو سال قبل نوشته. حرف نهاییش هم اینه که چه اتفاقی میفته در آینده. گفته آقا ایمانتون رو حفظ کنید، نگران نباشید. اجداد ما همیشه میگفتن وقتی به این مرحله میرسید، میگفتن که نکنه آخر زمان شده، نکنه قرار دجال بیاد. اگه الان ایمانتون رو نمیتونید حفظ کنید، وقتی دجال بیاد میخواد چجوری ایمانتون رو حفظ کنید؟ جملهش اینجوریه. یعنی میگه نمیدونیم چیکار کنیم، فقط یه ذره ایمانتون رو حفظ کنید چون حضرت خودش میاد. منظورش حضرت مسیحه. و عملاً کلیسا دیگه نمیدونه چیکار باید بکنه. حالا در این جنگ جهانی چهارم، این تقابل که شکل گرفته، هنگامی که دعوای عقل و جهل، دعوای ولایت هوا یا ولایت الله است، توی چنین مرحله در سومین سال در دهه پنجم جمهوری اسلامی، اینا وقتی پورنوکراسی جهانی در موج سوم پورنوکراسی، مسیحیت دوبار مقاومت کرد در مقابلش توی هزار سال. این دفعه وقتی اومده زد، یعنی 1100 سال پیش، 500 سال پیش و الان در قرن 21، توی 1000 سال سه بار پاتک کردن که بساط مسیحیت هم جمع کنن، فسق و فجور و کفر و شرک و همه چیز رو در جهان جاری کنن. مسیحیت رفته کنار، حالا اسلام روبروش وایستاده. اسلام وایستاده روبروی اینا. کی اسلام؟ کدوم اسلام؟ تشیع. کجا؟ ایران. حالا بعد همه توانش رو ابلیس بذاره بیاد برخورد کنه دیگه. نتیجه طبیعیش این شد که آمدن و مقابله رو شروع کردن. خب ما رصد میکردیم، بارها هم اینجا نکاتش رو گفتیم، نکاتی هم که به مسئولین گفتیم، مواردی هم که دور رسانه ها گفتیم. اینا مسئله شون اینه که باید در موج جهانی پورنوکراسی یک بار برای همیشه تومار جمهوری اسلامی رو در هم بپیچن. چطور؟ با واتیکانیزه کردن ولایت فقیه. مسئله اول و آخرشون ولایت فقیه. اصلا با ایران کار ندارن، با اسلام کار ندارن، با تشیع کار ندارن، با هیچ کس کار ندارن. اینا اول که میان تو صحنه علیه ولایت فقیه حرف میزنن، آخرین حرفشون علیه ولایت فقیه. رک. اصلا تو این مدت شما تو 90 روز دیدید به رئیس جمهور چیزی بگن؟ به وزارتخونه‌های مختلف الف و ب و جیم و دال چیزی بگن؟ به مجلس چیزی بگن؟ به قوه قضاییه چیزی بگن؟ تنها مسئله شون اول و آخر ولایت فقیه. اینا از اول اومدن گفتن از 30 سال پیش که باید ولایت فقیه واتیکانیزه بشه. اول تصور این بود که واتیکانیزه کردن ولایت فقیه به معنی اینه که ما ولایت فقیه رو ببریم داخل قم، دور قم یه دیواری بکشیم مثل واتیکان، بقیه ایران آزاد باشه، مشروع فروشیاش و حجاب و ربا و قمار و همه چیز تو قم، همه چیز دینی باشه. اینجوری می نوشتن اول دهه 70، اصلاح طلبات روزنامه هاشون می نوشتن واتیکانیزه کردن ولایت فقیه، ببریم تو قم، ببندیم اونجا رو دیگه. حتی بعضی از معممین در قم هم تو این سالهای اخیرم همین جمله رو اومدن نوشتن، ساده انگارانه. اما بعدن معلوم شد که منظورشون از واتیکانیزه کردن ولایت فقیه سه نکته است. اولیش اینه که ولی فقیه رو ببریم اونجا مهارش کنیم. منظور دومشون اینه که از دل ساختار نظامی که ولایت فقیه داره براش حکومت میکنه، از دل این جامعه رنسانس به وجود بیاد، همونطوری که در دور دوم به وجود اومد. پس اول اینا بردن پاپ رو توی واتیکان محدود کردن تو موج اول پورنوکراسی، تو موج دوم اومدن رنسانس کردن. اینا میگن ما باید رنسانس کنیم، جدایی دین از سیاست، جدایی دین از اقتصاد، جدایی دین از فرهنگ، که دقیقاً واتیکانیزه کردن رو در این جنس دارن دنبال میکنن. گفتم پروژه ایست که امثال جواد طباطبایی و دیگران دارن دنبال میکنن تحت عنوان پروژه ایران شهری.
تلاش هم میکنن براش، حزب کارگزاران و حزب اعتدال توسعه و دیگران هم دقیقا همین استراتژی رو دارن. سومیش این بود که از دل جامعه ای که ولایت فقیه بر اون حکومت میکنه، از دل چنین جامعه ای باز تولید پورنوکراسی بشه. مفهوم پورنوکراسی چی بود؟ پورنوکراسی اصطلاحی تاریخی در مسیحیت است که وضعیت فساد در یک دوران را توصیف میکند، دورانی که بشر به خدا خیانت میکند، مانند خیانت یک زن به همسر خود. حالا اگر جامعه ایران رو جوری آموزش بدن، هدایت کنن، مدیریت کنن که جامعه ایران نسلای بعدیش فاسد بشه، این نسلا بیان به خدا خیانت کنن در جامعه‌ای که حکومتش به اسم خداست، وسط پرچمش نام الله است، چنان فساد این جامعه رو بگیره که شما وقتی اومدی وضعیت فساد در این جامعه و این دوران رو تشریح کنی، بگی حاکمیت از آن اون بت درون بود، یعنی اون پورنیا، پورنوکراسی شکل گرفته بود، مردم در جامعهشون به اسم دین داشتن نفسانیاتشون رو به غلیان می آوردن، نفسانیاتشون حکومت میکرد برشون. باز تولید پورنوکراسی از درون جامعه دینی زیر نظر ولایت فقیه این هدف اصلیشون بود. اسمشو گذاشتن سال 1167-68 بعد از جنگ، اسمشو گذاشتن اندلوسیزاسیون، اندلوسی کردن فرهنگ ایرانی. و همونطوری که تو اندلس اسلام صدمه خورد از فساد اخلاقی که دختران و پسران مسیحی ایجاد کردن، اومدن اینجا هم همینو دنبال کردن. خب از 1167-68 بعد از اینکه جرالد سگال و دیگران ادبیات اینو تئوریزه کردن، کیهان اون موقع سالهای بعد هی این در مورد نظرات جرالد سگال و دیگران نوشت و گفت، قبل اینکه بمیره جرالد سگال، خب این طرح‌ها رو میداد که باید ایران رو از طریق فساد اخلاقی و زنان و شیوع فحشا و اینا زمینگیر کرد. این اتفاق افتاد و باز تولید پورنوکراسی بومی در ایران در قالب اندلوسی کردن جامعه ایران با انقلاب زنان ادامه پیدا کرد، تا اینکه به جای ولایت فقیه، ولایت الله، ولایت رسول الله، ولایت هوس جاری بشه. چطور ولایت فقیه رو شما جایگزین میکنید؟ ولایت فقیه میگه ولایت اطیع الله، اطیع الرسول و اول الامر منکم. به جای ولایت الله، ولایت رسول الله و ولایت اولو الامر، یعنی ولی فقیه، میبری به سمت اینکه ولایت هوس باشه، ولایت هوا باشه. اگر ولایت هوا و هوس غلیان پیدا کرد و جاری شد، خود به خود ولایت فقیه زدوده میشه. این میشه باز تولید پورنوکراسی از درون جامعه ایرانی در عصر حکومت دینی. فتنه پورنوکراسی رو جدی بگیرید، بعضی از این کتابا که نشون داده شد رو تهیه کنید، مطالعه کنید، به تاریخ 1100 ساله ای که در این سه تا موج پورنوکراسی اشاره کردم به طور نسبی کنار مطالعات دیگه تون اشراف پیدا کنید. دقیقاً مو به مو هر آنچه که در کلیسا رخ داده تو این چند صد سال، 1100 سال، دارن علیه ما پیادهش میکنه. دوره مدیچی رو اشراف داشته باشید، اتفاقاتی که افتاد و این فضا رو، و راهش، راه درمانش هم همین دوتا نکته است که گفتم. تا میتوانیم در نسل بعد غیرت رو به غلیان بیاریم و تا میتوانیم در دخترها عفت رو، این دوتا رو در دختر بچه ها و پسر بچه ها جدی و مبنایی پیگیری کنیم، نگران آینده نباشید، در آینده سیستم واکسینه میشه. موفق و معید باشید انشالله و سلام.